کاری که به نظر گرفته ایم رومانی به نام اتاق افسران نوشته مارک دوگن با ترجمه پرویز شهدی این کتاب را نشر چشمه به چاپ رسانده از جنگ جهانی اول من چیزی ندیدم و نفهمیدم منظورم سنگرهای پرلجن است با رطوبتی که تا مغز استخوان نفوذ میکند با موشهای بزرگ سیاهی که در میان پسماندههای گوناگون در آمده شد هستند سخت این سنگرها را آسمانی تیره و کدر رو یک دست تشکیل می دهد که در فاصله های منظم یک ریز می بارد. انگار ابرها از فرو ریختن باران روی سربازهای ساده و بیگناه خسته نمی همین جنگ را می گویم که از آن چیزی نفهمیدم. در اولین روز آماده باش عمومی دهکده زادگاه هم را در, در دردونی ترک کردم. پدر بزرگم برای اینکه اطرافیان آه و ناله و زاری های بیهوده نکنند صبح زود از خانه فراریم بود کول پشتیم را انداختم توی گاری اندره پیر با گام های منظم و یک نواخت مادیان قهوهی رنگش طرف لالند را افتادیم فقط موقعی که توی سراشیبی ایستگاه را آهن افتادیم پدر بزرگ سرانجام تصمیم گرفت حرف بزند و گفت مدت زیادی غیبت نکن پسرم امسال میتونیم خیلی قارت جمع کنیم. در ایستگاه ده دوازده جوانکی که تازه سبیل نازکی روی لب بالایشان رویده بود در های نوع سربازی جمع شده بودند و مادرانشان با چشمهای سرخ از گریه بدرقشان میکردند. همانطور که داشتم دور شدن اندره سال را تماشا میکردم جوانکی چاق و تپول با چشمهای ورغلوم بیده به من نزدیک شد. شابرول بود. خیلی وقت می شد که ندیده بودمش. تنها آمده بود. از قطار میترسید چون اولین بار بود سوارش می شود. برای اینکه قوت قلبی پیدا کند، مرتب جرعه کوچکی از قمقمه که به کمربندش آویزان بود می نوشید. آمیزه از اصاره آلو و گیاهی وحشی. توی کل پشتیش سه لیتر از آن آورده بود. سه لیتر برای سه هفته جنگ. چون به او گفته بودند ظرف سه هفته کار آلمان ها یک سره خواهد شد. قطار کوچک هنهن کنان طرف لیبورن حرکت کرد تا از آنجا به پاریس برود. در پایتخت قطار در ایستگاه شرق عوض می شد. ایستگاه از انبوه جمعیت به سیاهی می زد. هیاهوی کرکننده از فریادها، حقه و ها، صدا زدن و سوت تیز ها توی فضا پیچیده بود. وقتی رسیدیم جلو نرده ای که غیر از نظامی ها توانستند از آن بگذرند قطاری را که شابرول باید سوار می شد نشانش دادم. آن وقت مدتی طولانی دستم را با محبت در دستایش فشرد و گفت خب به امید دیدار آدریان امیدوارم به زودی ببینمت متشکرم که همراهیم کردی شاید تو جبه هم دیگر دیدیم گفتم اگه تو جبه هم نشد وقتی برگشتیم توی ده هم دیگر میبینیم مواظب خودت باش قهرمان بازی هم در نیار گفت نه خطری در کار نیست واقعا میگم خطری در کار نیست پیش از آنکه سیل جمعیت که طرف قطارها میرفتند او را ببلعد دستی برایش تکان دادم بعد نوبت خودم بود که به کمک آرنج ها راهی باز کنم و کوله پشتیم را که گاه به تنه پدری گیر میکرد که محجوبانه اندوهش را پنهان میکرد و گاه به مادری که با آزرم دستمالش را تکان میداد آزاد کنم. تصمیم گرفتم لحظه ای استراحت کنم تا درد و خستگی شانه هم که ناشی از سنگینی کول پشتی بود برطرف شود. زنی جلو من کنار مرد جوان لاغری ایستاده بود که از شدت لاغری توی لباس سربازی قوطه میخورد و میکوشید روی پله های واگون میان کسانی که برای بالا آمدن و سوار شدن هلش میدادند تا عدلش را حفظ کنند کیسه توتونم را از توی جیبم کشیدم. درهای قطار بسته شدند. پس از اینکه سرباز داوطلب روی پله واگن به درون رانده شد، زن جوان برایش دست تکان داد. مرد جوان کم و بیش میان جمعیت انبوه توی قطار ناپدید شده بود. از آنجا که زن جوان هاج و باج روی سکوی ایستگاه تنها مانده بود، بهتر دیدم سر صحبت را با او باز کنم. گفتم دلواپس نباشید. جنگ چند هفته بیشتر طول نمیکشه. زن جوابی نداد. پرسیدم شوهرتونه نه؟ برای نخستین بار نگاه هم کرد. نگاهی خسته و غمگین. گفت نه همکاریم. برای اینکه صدایم رو بشنود فریاد زدم تو چه دسته ای خدمت میکنه؟ گفت پیاده نظام مثل همه سربازای دیگه. بعد بیشتر برای اینکه رعایت نزاکت را کرده باشد تا واقعا بخواهد بداند پرسید شما چی؟ گفتم دسته مهندسی از سروازم پیداست نه؟ با خیشتنداری به شوخیم لبخند زد گفتم قطار من چند ساعت دیگه حرکت میکنه من دارم میرم یه چیزی بخورم شما میاین با اشاره مف پیشنهادم را پذیرفت احساس کردم وضعیت سگ آدم کوری را دارم. زن جوان تلو تلو قران و کم و بیش با درماندگی دنبالم می آمد. روی تراس کافه بزرگی روبروی ایستگاه راهن نشستیم و قهوه خوردیم. آنجا بود که زن جوان آهسته آهسته به دنیای زندگان برگشت. کنار زن جوان نشسته بودم. هر دومان رو به خیابان پرتلاتومی که سیل آمده شد یک لحظه در آن قطع نمی حرف چندانی با هم رد و بدل نکردیم. تنها اطلاعاتی که از او به دست آوردم این بود که موسیریدان بود و اسمش هم کلمانس. سرباز به خدمت احضار شده هم موسیقیدان بود. دوست دوبوستی، فوره و تعداد زیادی موسیقیدان های صاحب نامی که من نمیشناختمشان. در مونمارتر و میان هنرمندان اقامت داشت. ناگهان احساس کردم چندان مایه سربلندی نیست که برایش تعریف کنم من هم مهندس ناچیزی هستم متخصص کارهای هنری راهن با پدر بزرگی نهلبند و پدری مباشر قصری متعلق به سازمان آب تمام مدت در روستاها یا شهرهای کوچک زندگی کردم همین ماه مه گذشته تازه کارم رو در پاریس شروع کرده بودم که به خدمت ازار شدم و جنگ اجازه نداد با چیزی یا کسی آشنایی پیدا کنم شک برش داشته بود که میخواهم دلش را به دست بیاورم بعدها گفت قیافم اینطور نشان میداد. چگونه برایش توضیح دهم ده که از عشق جز احساس مبهم و آشفته دوران مدرسه چیز دیگری نمیدانم. کلمانس شروع کرد به حرف زدن درباره جنگ. با صدای بلند می گفت چه پدیده نفرت انگیزی است. واضح بود میخواهد دیگران را عصبی کند. من هم میکوشیدم با لبخندهایی آرام کننده کسانی را که از میزهای کناری آماده می شدند برای خاتمه دادن به حرفهای رسوا کننده او واکنش نشان دهند سر جایشان بینشانم. از آنجا که یک زن این حرفها را میزد و دشنامها را میداد روشن بود من باید کتکا را میخوردم و دک و پوزم خورد می شد. ترجیح می دادم لذت دک و پوز خورد کردنم را برای آلمانی ها بگذارم. هر قطر کلمانس بلندتر حرف میزد آسیب پذیرتر به نظر میآمد. برای دست های دوست پیانو نوازش دعا می کرد. کافی بود یک بنده یکی از انگشتهایش را از دست بدهد تا آینده هنریش به کلی نابود شود. یک بازو نه، یک پا یا یک چشم هم نه، فقط یک بنده انگشت. بعد انگار فنرش تا انتها باز شده باشد، ناگان از حرف زدن باز ایستاد. پس از کمی سکوت گفت، دیر شده، مجبورم امشب اینجا بمونم. گفتم قطار آردن ساعت پنج صبح برکت میکنه. من برمیگردم آپارتمانی که اینجا دارم. این مدت رفته بودم دردونی برای مراسم خاکسپاری مادر بزرگم. اگه جایی ندارین امشب برین میتونین تو خونه من بخوابین. فردا قطار فراوونه. کالسکهی صدا زدم و حرکت کردیم. کلمانس آپارتمان کوچکم را به دقت بررسی کرد. انگار این آپارتمان میتوانست آنچه درباره من نمیدانست یا حدس نمیزد برایش فاش کند. کتابهایم را یکی یکی نگاه کرد. اگرچه چه فنی بودند درباره روش ساخت پل و تونل ها. چند کتاب هم درباره تاریخچه نظامی بود. ولی در مورد هنر یا ادبیات هیچ نداشتم. کتابی که بتواند با دنیای هنرمندانه و آزاداندیشانش ارتباطی برقرار کند. اتاق نشیمن بزرگ با اتاق کوچک، حمام و آشپزخانه کوچک و جمع جور. جای واقعا مناسبی برای آنچه انتظارش را میکشیدیم نبود ولی این چیزها برای کلمانس اهمیتی نداشت. شام مختصری خوردیم و باز راجع به جنگ و ترسهای ناشی از آن حرف زدیم. اگر میخواستم به او بگویم ترسی از رفتن به جبهه و شرکت در جنگ دارم دروغ گفته بودم. این نوع ترس مخصوص شهرنشین هاست. و مردم دهکده ده من با چنین ترسی آشنایی ندارند. آدمی که با زمین سر و کار دارد خوب میداند در این زنجیر حلقه بیش نیست. زنجیری که با قانون های ساده ای اداره می شود. بعد اتاق خواب را برای او آماده کردم و خودم روی کاناپه اتاق نشیمن خوابیدم. بایستی سوار اولین قطار صبحگاهی در ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه می شدم. با تلاش و فراوان از جا بلند شدم. در اتاق را چند بار زدم که بیدارش کنم اما فایده نداشت. روی کاغذ سفیدی که آن اندازه بزرگ بود که موقع بیدار شدن نظرش را جلب کند با عجله این کلمه ها را نوشتم. کلمانس من رفتم. آپارتمان را در اختیارت میگذارم. هر قدر دلت بخواهد میتوانی بمانی. موقع رفتن لطفا یادت نرود کلیدها را توی صندوق پست بیاندازی و به خصوص فراموش نکنی نشانیت را در پاریس برایم بنویسی. مواظب به خودت باش. برای آخرین بار خداحافظی کردم و رفتم جبهه. اگر کول پشتی هم سنگین نبود توی کوچه ها از خوشحالی مانند بچه ها لیلی کنان بالا و پایین می پریدن. خوشحالی بچه ای که سکه بزرگی توی جوی پیدا کرده و گمان میکند تا آخر عمرش هر قطع خرچ کند تمام نمی شند. مانند زمان باد شدن مدرسه ها هوا صاف و گرم و دلپذیر است هوایی سبک و لذت بخش در دهکدهای نزدیک موز نچندان دور از رودخانه موزه گرفته سربازها از هر سو به طرف این اردوگاه می سوار گاری هستند که با اسب مصادره شده کشیده می شود بچه های 17 ساله با چشم پف کرده از بیخوابی شب گذشته در قطار با چهره های مشتاق و کوشا برای هرچه بهتر انجام وظیفه کردن در آرامش زود گذره این روز پیش از جنگ افکار گوناگونی در ذهنم با بینظمی در هم میآمیزند کلمانس با این حس جدید بسیار گذرا که همان اندازه که خوشحالم می کند نگران کننده هم هست پدرم که دو سال پیش در چهل و هفت سالگی از سرطان کبد درگذشت در حالی که به خاطر مهندس و افسر شدن پسرش از شادی سر از پا نمی شناخت. خواهرم دکتر مهربانی بود که به حرفای این برادر مهندس هشت سال بزرگتر از خودش مانند یک پدر کاملا گوش می داد. مادرم هم با روحیه صرف جویانش پس از مرگ پدرم پاک شلو و بی اراده شده بود. پدرم در زنده بودنش از او حمایت می کرد و بالاخره پدر بزرگم که آخرین نگاهش به من هنگام عظیمتم سرشار از وحشتی بود که در جنگ 1870 از پروسیها به دل داشت آثار این جنگ به شکل جای زخم سرنگزهی که سربازی ترک از پشت به زده بود هنوز در بدنش باقی بود سر میز نهار پس از خاک سپاری ما در بزرگم در جواب کسی که می ظرف چند روز آلمانی ها را سر جایشان خواهند نشاند گفته بود یک خلی با دوستاش شرط بسته بود سه که سنگ و بورد بده رفقاش بعد یه ساعت بر و میپرسن چی شد؟ بوردشون دادی؟ میگه فقط یکی دیگه مونده البته به اضافه اون دوتای دیگه که تو دهنمه برای پدر بزرگم قضیه آلمانی ها تکرار همان جنگ 1870 بود که به شکست انجامید جناب سربان شابر سرگروبان دسته من است که اینطور ناگانی چرتم را پاره می کنند. جناب سروان فرمانده گروهان میخواد شما را تو دفترش ببینه فرمانده آدم غول پیکر است با شکم گنده مرد خوبی است ولی ابراز محبتش اندکی سیاست معابانه است یعنی تا وقتی دوستتان دارد که کارتان را خوب انجام دهید و برابر مافوقها برایش دردسر درست نکنید موقعی هم که درد سرها شروع شود با همان لبخند محبت به حال خود را می‌کند می کند تا به تنهایی تاوانش را بپردازید مرا که دید گفت ببینم فرنیه پرمندتون رو که مطالعه کردم فهمیدم تو ساختن پولهای متحرک متخصصی مهندس دانشکده هنر سه سال خدمت سربازی در رشته مهندسی چند ماه تجربه ارزشمند در مهندسی غیر نظامی اینا به نظرم خیلی با ارزشن احضارتون کردم که معموریتی بهتون بدم میخوام گروهی را انتخاب کنین و بریم ببینین چه نقطه هایی از رودخونه موز برای ساخت پل متحرک مناسبه گفتم که باید دنبال این معمولیت برم سرم. هر چه زودتر بهتر آلمان ها دارن نزدیک میشن فردا اون طرف رودخونه منتظرشونیم تو همین موزه میمونیم البته آماده برای حمله بریم ببینم چه میکنین آدریان فورنیه بعد با نگاهی مبهم انگار برایش دشوار باشد نگرانیش را پنهان کنند اضافه میکند فردا صبح آفتاب نزده بریم دوتا درجه دارم برای مطالعه و بررسی محل همراه ببریم کافیه یک بطری نوشابه که به طور حتم در دهکدهی خالی از سکنه مصادره شده روی میز است میپرسد یه لیوان براتون بریزم شد جنگ هنوز شروع نشده ترس برش داشته است ساعت نه صبح هست و من یک قلوب از نوشابهش میخورم از میدان دکده میگذرم و میروم طرف بخش خودم صدای فریاد و جنب و جوش افراد از همه طرف میدوند شابر را میبینم که مثل بز بالا و پایی میپرند میپرسم چه خبر شده شابر؟ این مسخره بازی برای چیه؟ نفسی تازه می کنن اسبا جانم سروان می جلو و سربازها را که با بینظمی این طرف و آن طرف می روند کنار می زنن. یکی از افراد با شکم پاره روی زمین افتاده و دو نفر از رفعایش سرش را توی دستشان گرفتند شابر که انگار نیمی از بدنش آب رفته توضیح می دهد. یه اسب نجاد اصیل آردن لگه ده زده می کدوم احمقی به کله زده این اسب نری قوی کل رو بیاره اینجا؟ میروم نزدیک پسر جوان. باری که خونی از گوشش جاری است و میرود طرف گردنش. این هم اولین کشته بخش من. پسر بچه ای که اسب شکمش را با لگت دریده. کشاورز کم سن و سالی که اسب میکشدش. هم را از سر بر میدارم و چند لحظه ساکت میمانم. سهر است که از خواب بیدار شدم در اردوگاه تا چهل و پنج دقیقه دیگر شیپور صفچم به صدا در می آیند. ولی در حال حاضر هیچ جنبندهی تکان نمی خورند. فقط صدای تلق تلق باد صبحگاهی است که در چادر زخیم انبار آزوه می پیچند به آرامی می طرف استبلهایی هایی که در حیات زمینه خانه کشیش دست پا کردند در هوای تاریک روشن فقط پشت اسبهایی با رنگ های گوناگون دیده می شود. با انواع زین و برک هایی که در 48 ساعت گذشته از قصرهای های دوروبر مصادره شده است. دو درجه دار با اونیفرم منظم و شق و سر می رسند. امیدوارم سواری بلد باشند. تا اینجا که یک کشته با شکم پاره روی دستم گذاشته شده به آنها یادآوری میکنم مأموریتی تجسسی در پیش داریم نه شکاری دست جمعی راه باریکی را در کناره رود موز دنبال می کنیم. خورشید از پس ابرهای نقرفان بیرون آمده و آدم گرمایش را از هم اکنون روی پوستش حس می کند. ناغوس کلیسایی از دور هفت بار به صدا در می آید. چون این صبحهایی را با پدر یا پدر بزرگم صدها بار دیدم. رطوبت خاک که بوی خزه و قاچ می دهد. دشت در روشنایی صبحگاهی که جز صدای سم اسبا و به هم خوردن دهنه و تسمهاشان هیچ صدایی شنیده نمی شود. دو درجه دار افسار به دست پنجه پاهاشان را در رکاب می فشارند و دنبالم می آیند. با صدای اولین گلوله خودشان را رو روی کله اسبهاشان پاشان خواهند انداخت. به مسائل فراتبیعی اعتقادی ندارم. اما این امر مانع از آن نیست که فکر کنم هر کسی ستاره اقبالی برای خودش دارد. من هم به ستاره خودم تکیه می کنم. بعضی آدمها زودتر از دیگران می میرند. گمان میکنم کسی که به فکر مرگ می افتد، آن را از خود می رانند. انگار این گفتگوی درونی و این گوش به زنگ بودن دشمن را از حمله باز میدارد. در لیوراک پیرزنی زندگی می کرد که پزشک تجربی بود و از دور دستها برای مشورت به دیدنش می آمدند. داروهایش مثل حرفهایش بی اثر بودند. ادعای طالبینی و پیشگویی هم داشت. به ملاقات کننده هایش می گفت سرنوشتشان بستگی به این دارد که خیشان مردشان تا چه اندازه موازه به آنها باشند. از آنجا که همه اهل روستا را تا شعاع 20 کیلومتری می شناخت به حال کسانی دل می سوزند که نیاکانشان به مرگای دلخراشی در گذشته بودند. همیشه یقین داشتم روحی که موازه به من است جدم است که در 98 سالگی مرده بود در حالی که روز پیش تصمیم گرفته بود سیگارش را ترک کند با داشتن چنین جدی نمی توانستم در جنگ کشته شوم می رویم نزدیک ساحل رودخانه دو زیر دستم دارن با هم بحث می کنند با آنها اشاره می کنم ساکت شوند در این نقطه بستر رود تنگ می شود همینجاست که امشب یا فردا هنگ های خط مقدم جبهه باید از رود زنم باید گزارشی از بریدگی های ساحل تهیه کنم توی خورجینم دنبال دفتر یادداشت و مداد میگردم دوربینم کجاست اسبم بالا و پایینم میاندازد صدای انفجاری را از فاصله خیلی نزدیک میشنوم سوتی یک چهارم ثانیه ای فقط فرصت میکنم سری را ببینم که از بدنی که روی زانوهایش خم شده جدا میشود و اسبی را که از پادر می آید و پخش زمین می شود. آن دریزدار دیگر که سوار اسب مانده بود کنارم به زمین می شانه شانهش از جا کنده شده و استخانش بیرون زده. احساس میکنم تبری زیر بینی هم فرو می رود و بعد همه جا تاریک می شود. انکبوت دارد تارش را می تند. بسیار آرام. از کارش مطمئن است. طبیعتش همین است. انکبوت در تارش منتظر مگس نشسته مگس هم میآید در تار میافتد کار مگس تمام است بازنده است شکی نیست در طبیعت فاجعه وجود ندارد این مگسی که در آخرین تلاشهای بیهودهاش از پا در میآید اولین تصویری است که پس از به آمدن به ذهنم راه مییابد تا بود و مگس درست بالای سر من به سقف سفید ترک برداشته که رنگش برآمده چسبیدند دومین تصویر میآید روی اولی. زیر چانه و نوک های دو مردی که گرم صحبتند و گهگاهی هم نگاهی به من می اندازند بیان که مرا ببینند. دورتر از آنها گفتگوهایی را می که ظاهرا میان یک افسر و یک جراح رد و بدل می شود. تا دیر نشده باید بهش نشون لژیون دونور بدن. نظرتون درباره وضع جسمانیش چیه؟ میترسم گانگاریا گرفته باشه جناب فرمانده. شش روز پیش پیداش کردن ظاهرا دو روز تو محلی که زخمی شده افتاده بوده امروز صبح بردنش اولین زخمی از این نوعه زخماش پر از چرکه خفره جمجمش از مواد لزجی پر شده گلی که به صورتش پاشیده شده جلو خوندوزی سرخرگ زیر زبونی رو گرفته همین باعث شده همه خون بدنش رو از دست نده و بدبختانه زنده مونده باقی این نیرویم را جمع می کنم تا بتوانم آستین افسر را بگیرم. می چند کلمه به زبان بیاورم ولی هیچ صدایی از گلویم بیرون نمیآید. آن وقت با اشاره دست محلی را که به طور معمول نشان را می آویزن نشان می و میفهمانم نه پیش از اون که از روز بروم چهره حیرت زدش را می بینم. چند ساعت بعد بر اثر درد شدیدی به اوش می آید. در چنان شدید و همه جاگیر است که نمیتوانم تشخیص دهم منبع اصلیش کجاست. پاهایم را میتوانم حرکت دهم. هر دو را. دست ها را هم همینطور. هر یک از چشمهایم اشیا را به طور نیمه تاریک می عضوی از بدنم کم نشده. با زبانم گوش و کنار دهانم را بررسی می زبانم می به لسه پایینی هم. دمنان ها خرد و خاکشی شدن. در فک بالا انگار دالانی بی انتها باز شده. زبانم با مانعی برخورد نمی کند وقتی میرسد به افراه سینوسی. تصمیم می گیرم از این بررسی اولیه دست بردارم. این فضاهای خالی بد آزارم میدهند. دوباره دو چانه بالای سرم می بینم که تکان میخورند. هر دو مرد روپوش سفید پوشیدند. خب بگو ببینم وضعش از چه قراره؟ استخون فکی گونه به کلی نابود شده یادداشت کنیم از هم باز شدن کامل های بالای چانه تا نیمه بینی نابودی کامل استخوان فکی گونه و سقف دهان از هم باز شدن فاصله بین دهان و سینوسا از بین رفتن بخشی از زبان بیرون افتادن اندامهای پس حلقی که دیگر پوشش حفاظتی ندارند عفونت عمومی بافت‌های صدم دیده با ظاهر شدن ترشوه چرکی. خطر وانگاریا به علت عفونت در ناحیه بافت های صدم دیده. خطر وانگاریا در مجاری تنفسی و ناحیه ریه ها به علت از دست دادن پوشش های حفاظتی. خطر کمخونی به علت عدم امکان تغذیه فرد زخمی از طریق دهان و بینی. پس در نتیجه این پسرک روستایی را بفرستین پشت جبهه. به گراس تا جایی که میدونم فقط اونجاست که میتونن کاری براش بکنن البته اگه قانقاری ها کلکشو نکنه سعی کنین قبل از اعزام بهش غذا بخورونین از طریب لوله که از راه بینیش میفرسین تو دیگر نمیدانم کجا هستم انگار مرگ با دو دلی دورو برم پرسه میزند صدایی میشنم امشب منتقلش میکنیم این احمقا تازه فهمیدن او افسره خدا رو خوش نمیاد برای شب آخر عمرش توی سالن عمومی بمونه صبح زود پرستاری رویم خم شده و در چهره دنبال چیزی میگرده وقتی سرانجام پی میبرد آدمم شروع به حرف زدن میکند. میخوام بهتون غذا بدم سطما سوپ خوشمزه ایه حقیقتش مزه سوپ کمتر نگرانم میکند تا روش خوراندنش به من سرانجام میفهمم چه کار میخواهد بکند اولین غذایی که در حالت هوشیاری بخوردم خوردم میدهد از طریق لوله لاستیکی است که به ظرف معتوی سوپ وصل شده وقتی ظرف را بالا میبرد سوپ توی لوله سرازیر می شود و برعکس میگوید این لوله را از طریق بینی وارد معده میکنیم می اون وقت دیگه از راه بینی نمیتونین نفس بکشین باید با دهن تنفس کنین طوری با من رفتار میکند که انگار عقب مانده ذهنی هستم. بیشک به این دلیل که آب دهانم سرازیر است و معمولا عقب مانده های ذهنی نمی توانند آب دهانشان را جمع کنند. سوپ وارد سینوس هایم می شود. نفسم بند می آید و به خودم می پیچم. پرستار به پشتم می زند. میدم جمع می شود به سکسکه می افتم. غذا خوراندن دوباره شروع می شود. شش تخت روان به ردیف روی پلای جلو بیمارستان صف بستند. با آمبولانس ما را برمیگردانند به پاریس تختهای روان را در دو ردیف سه طبقه روی هم چیدند. شش زخمی شدید با حالی وخیم مرا در طبقه زیرین جا میدهند ساعتها افق دیدم پارچه کف تخت بالایی است که لکه خونی رفته رفته در سطح آن پخش می شود. پس از گذشت چندین ساعت آمبولانس در حیات بیمارستانی توقف می کند. درهای آمبولانس را باز می کنند تا دکتر بیاید تو. پس از معاینه سریع شش زخمی با انگشت دو نفرشان را نشان میدهد و میگوید این دوتا مردن بکشینشون بیرون جاشون دو نفر دیگه میدیم آمبولانس دوباره راه میافتد هوا گرم میشود احساس میکنم درد و سوزش چهره هم را به هم میکشد بعد تبدیل میشود به دندان دردی سراسری که هر عصب ساز خودش را میزند بس که عرق ریخته و آب از دهانم آمده به شدت تشنم. آمبولانس توی دشت برهوتی می ایستند در باز می شود. معمور آمبولانس می گوید، چه بوی گندی؟ من که هیچ بویی حس نمی کنم. متوجه می شدم حس بویایی هم را از دست دادم. معمور دیگری دو مشک پارچهی پر از آب برایمان من می آورد. به آن پنج زخمی دیگر آب فراوان می خورند. نوبت من که میرسد چهره در هم میکشد و همکارش را صدا میزند. ما که وسایل لازم برای آب دادن به این یکی رو نداریم. دیگری میگوید شاید شایدم اصلا نباید بهش آب بدیم. اگه اشتباه کنیم پدرمون در میارن. ولش کن. تا شب میتونه طاقت بیاره. باید یک شب را با تشنگی شدید توی این بر بیابان بگذرانم. سرانجام خوابم میبرد. وقتی بیدار میشوم باران روی سقف آمبولانس ضرب گرفته است. درها باز می شوند. ما را یکی یکی بیرون می کشند. می دهانم را به طرف دانه های درشت باران که روی صورتم می ریزد باز کنم. اتاقی که به افسرها اختصاص داده شده مانند سالن بزرگی است با سقف بلند ترکدار و دوازده پنجره بزرگ که رو به حیات باریکی باز می شوند. تازه شروع کردن به آوردن اولین زخمی ها. آنهایی را که میفرستند اینجا یعنی پشت جبهه حالشان بسیار وخیم است. تخت خوابهای فلزی به دقت رو به پنجره ها و دور از جریان هوا ردیف شدند. پتوها صاف و مرتبند و لگنها هم به دقت زیر تخت ها گذاشته شدند. من اولین کسی هستم که به طبقه افسرهایی آورده شدم که از ناحیه صورت زخم برداشتند. کسانی که قرار است هم اتاقی هم شوند، خاطرهایی از جنگ دارند، درگیری های تن به تن یا حمله های بزرگ. حالانکه من بیان که در معرض آتش متقاطع دو جبهه قرار گرفته باشم یا نگاه هم به نگاه یک آلمانی افتاده باشد که بتوانند در آینده برای بچه هایم تعریف کنم از پادر آمدم در این اولین روزهای ماه سپتامبر درد زخمای صورتم کمتر اذیتم میکنند با این شکست بینبرد همه جای سرم نبار پیچی شده و فقط چشما و دهانم باز است احتمالا همین اندازه کافی است برای اینکه قیافه ای پیدا کنم. چون من و کارگری که به همه تخت ها سر میزند توی این تالار تنها مانده ایم. سر حرف را با من باز می کند. همه چی مثل سال 1870 شده. داریم عقب نشینی میگن می آلمانیا تا کمتر از دوازده روز دیگه می رسن پاریس. کجا این بلا رو سرتون آوردن؟ نمیتونی حرف بزنی؟ گوش که می بدین؟ دیروز با مراقب بخش بحث کردم. میگفت تو این سالن فقط افسرای را جا میدن که صورتشون حسابی در به داغون شده به خاطر همینه که به من دستور دادن این آینه های دیواری رو از توی اتاق بردارم متوجه که هستی خیلی ها ممکن بود از دیدن قیافشون ناراحت بشن در مورد میله های جلو پنجره این دیگه کار من نیست قبلا نصب شده بودن با برداشت شدن آینه ها لکه مستطیل شکل بزرگی بالا سر هر تخت روی دیوار به مانده است. کمی بعد پرستار می آید تو و پشت سرش دکتر که چهل سالی باید داشته باشد. با اراده راه می رود. با سه قدم بلند می رسد جلوی تخت من. سلام ستوان. تنهایی اذیتتون نمی کنه؟ رفقای دیگه هم تو راه هن. ممکنه امشب برسن. را شایدم فردا. خب برنامه تون اینه. اول بهتون غذا میخورونن. بدنتون باید خون و استخون بسازه تا دو سه روز دیگه عملتون میکنیم میخوام یکم صورتتون رو سر و سامون بدیم بعد استراحت اون وقت میریم سر کارهای جدی البته همه این کارها زمان میبره ولی شما به اندازه کافی وقت دارین اگه جنگ به اندازه کافی طول بکشه موقعیت پیدا میکنین با صورت تر و تازهی برگردین جبهه هر روز بهتون سر میزنم میگم یه تخت سیاه کوچیک و یه تیکه گچم بهتون بدن که حرفاتون رو روش بنویسین البته تا موقعی که نمیتونین حرف بزنین بعد با لحنی خودمانی میگوید میدونین شانس آوردین صورت خیلی مهمه ولی مشکل پیچیده ای نیست استخونبندی اصلی جمجمه وضعیت خوبی داره برعکس اون که پیروپاتالا فکر میکنن بانگاری هم نگرفتیم هم قمتون فقط دو چیز باشه خوب نفس بکشین و خوب غذا بخورین بقیهش رو بذارین به عهده من بعد رو میکنند به پرستار و با صدای بلند ادامه میدهد امروز دوشنبه است تا فرداشب یه وعده غذا بهش بخورونیم میخوام چهارشنبه صبح ناشتا باشه شیش صبح عملش میکنیم اگه واقعا خیلی درد داشت بهش یکم مورفین بدیم به امید دیدار صدفان پرستار بیافه آدم های خوشقلبی را دارد که زندگیشان را وقت خدمت به دیگران می کنند. مرا روی تختم می و میگوید حالا میخوام بهتون غذا بدهم. چند دقیقه بعد بر می گردد. سینی چوبی بزرگی را که با دو دست گرفته میگذارد بالا سر تختم. از سوپ توی پیاله بخار بلند می شود. چند تکه گوشت کوچک پیش تاب خوردم توی بشقاب سفیدی گذاشته شده. پنس کوچکی هم توی سینی هست که دو لباش به صورت متقاطع به هم میرسند. پرستار سوپ را توی ظرفی میریزد که شبیه کله اردک است. با پنس تکای های گوش را له می کند و می ریزد توی سوپ. بعد نوک اردک را توی دهانم میگذارد تا مخلوط توی حلقم سرازی شود. احساس می‌کنند این روش ناراحت کننده برایم به شکل آینی همیشگی در خواهد آمد و دیگر جز به کمک اردک و قیچه جونده، چیزی نمیتوانم بخورم. میکوشم تا آنجا که میتوانم میدم را به این طور غذا خوردن عادت بدهم. پرستار با صدای بلند حرف میزنند انگار علاوه بر نقصهای دیگر کر هم هستم. یه تخت سیاه و یه تیگه گچم اووردم تا اگه خواستین چیزی به من بگین ازش استفاده کنین. کاغذ و مدادم اووردم که به خانوادتون نامه بنویسین. باید بهشون اطلاع بدین کجا هستین. کلن چهار بر کاغذ دارم. بنابراین نمیتوانم نامه را چرک نویس و پاک نویس کنم. فقط یک فکر در سر دارم. از نظر زمان و مسافت میان خودم و خیشاوندانم هرچی بیشتر فاصله بیاندازم. نمیخواهم محور اصلی افکارشان بشوم و برایشان دل مشغولی درست کنم. می نویسم مادر، پدر بزرگ و خواهر عزیزم. از پاریس برایتان نامه می نویسم. از بیمارستان والدوگراس. در مأموریتی تجسسی با خمپارهای آلمانی زخمی شدم. البته چیز مهمی نیست. هیچیک از اعضای اصلی بدنم آسیب ندیده. دیگر بر نمی جبهه. باید چند هفته اینجا بمانم. هنوز موقعش نرسیده بیایید اینجا. به محض اینکه بتوانم پیشتان میآیم. مرتب برایتان نامه می نمیسم. سه برگ دیگر کاغذ برایم مانده. آنها رو میگذارم برای قدیمیترین دوستم آلند بونار. از دبستان تا خدمت سربازی یک لحظه از هم جدا نبودیم. اولین بار است که راهمان از هم جدا شده. دست راست آلن کوچک مانده و رشد نکرده. انگشتهایش مانند انگشت های بچه هشت ساله ماند. با وجود معلولیت بسیار باهوش و پر استعداد است و اگر به مدرسه عالی پلیتکنیک نرفت به خاطر من بود که میدانست در آزمایش ورودی آن قبول نمی شدم و دلش نمیخواست تنها بماند. با کمال میل حاضر بود هوش سرشارش را با هوش متوسطی مثل من عوض کند و در عوض آن مشکل جسمانی را نداشته باشد. آلن بونار نمونه فرزند کاملا موفق جمهوری بود که به پسر یک قهوه خانچی اجازه داده بود مهندس شود ولی خودش خیلی ناراحت بود که شورای تجدید نظر به او اجازه نداد دینی را که از جمهوری به گردن ادا کند. او هرگز نخواهد توانست اونیفرم افسری را که شایستهاش بود و اش تن کند. ترجیح داده بودند در دفتر کارخانه مهماتسازی دور افتاده و گمنامی کار کند. در نامه برایش خیلی ساده نوشتم که از ناحیه سر زخمی شدم. بیان که خطری جانم را تهدید کند. ولی پیش بینی میکنم دوران نقاهت و بهبودی هم طولانی شود. به همین دلیل از او خواستم یک دسته کارت بازی و تعداد زیادی کتاب به انتخاب خودش برایم هم بیاورد. همچنین برایش نوشتم دلم میخواهد او تنها آشنایی باشد که میداند چه بر سرم آمده. از سه جلسه تغذیه با کله اردک و بعد با دستگاه جونده غذا اکنون آماده شدم برای عمل جراحی. صبح زود مرا به اتاق عمل میبرند و با اتر بیوشم میکنند. چند ساعت بعد که به هوش میآیم حالت تحوه شدیدی دارم و دردهایی تمام نشدنی. نوارها را از روی صورتم باز کردند تا از خیسماندن ماندن زخمها جلوگیری کنند. فردا بعد از ظهر کاملا به هوش می آیم. چشمایم را که باز می کنم در دو گوشه اتاق دو زخمی بیارکت دیگر را می بینم که یکی از آنها با بیحالی ناله می کند. همین لحظه آلن بونار در حالی که دست راستش را توی جیبش فرو کرده وارد اتاق می شود. در همان نگاه اول می بیندم. نگاهش را طرف دیگری برمیگرداند به زخمی های دیگر نزدیک می شود و چهره را برانداز می کند. دوباره برمیگردد طرف من. هراس را در چهرهش میخوانم و احساس می‌کنم با این تصور که سالن را عوضی گرفته آماده است از رایی که آمده برگردد. با دست اشاره کوچکی به او میکنم در همین چند لحظه که با گام های آهسته و معذب به تخت من نزدیک می شود تخت سیاه کوچک و تک گچم را بر می دارم و با حروف درشت رویش می نویسم خودم هستم رفیق کنار تختم می نشیند. دستم را می گیرد و می زند زیر گریه صورتش غرق اشک است و حتی حجب و دوستی چندین و چند سالمان نمی تواند جلو حقیقای گریهش را بگیرد انگار بخواهد توجهم را به جای دیگری جلب کند یک دست کارت و چند کتاب قدیمی از ساک دستیش بیرون می کشد. یک تخت شکلات و یک بسته سیگار هم میگذارد رویشان. ولی بسته سیگار را خیلی زود بر توی ساک. میپرسد چیز دیگه احتیاج نداری؟ تخت سیاه هم رو بر و می زنی پاکتی توی صندوق نامه‌ایم انداخته می توانی آن را برایم بیاوری کلیدش پیش سرایدار است بگو از طرف من آمدی میگوید ترتیبش میدم آدریان نگران نباش احساس میکنم سخت آشفته شده بی تردید از وحشت دیدن این صحنه است اگر چه به دشواری میتوانم مجسم کنم چه میبینند حالا دیگر کوچک ماندن دست راستش به نظرش مسئله پیش پا افتاده است احساس میکنم عجله دارد هرچه زودتر به این اولین دیدارمان خاتمه دهد پیش از رفتن دستم را برای آخرین بار میان دو دستش میگیرد و جوید جویده جویده میگوید تو قهرمان آدریان قهرمان واقعی خیلی زود بر می گردم پیشه صبح روز بعد برای اولین بار از جا بلند میشم در هر قدم میترسم از حال بروم به زمین بیفتم کنار تخت یکی از تازه واردها میایستم، به پشت روی تخت دراز کشیده صلیب کوچکی هم در دست راستش دارد که به سینهش میفشارد هیچ نواری دور صورتش نیست. بیشک چانه چانهش را جا کنده، فک پایینش فرو ریخته، گونه چپش فرو رفته و هدقه چشمش به صورت لانه خالی پرندهی در آمده. به آرامی نفس میکشد. می کشد. می کنار تخت سومین ساکن اتاق. این یکی پوست مات و موهای سیاهی دارد. نیمروخش صاف است. موج انفجار بینیش را با خود برده و سینوس ها را برهنه کرده. نداشتن لب بالایی حالت پوسخند بازجوها را به قیافش داده. حالا میفهمم چرا تعداد زخمی هایی که به اتاق ما میآورند چون این اندک است و چرا آخرین طبقه سالن را به ما دادند. در این اتاق بزرگ بدون آینه هر یک از ما آینه است برای دیگران. جوان زخمی که پوستی ماد داشت امروز صبح از دنیا رفت. انفجار خونپاره چنان صدمی به مغزش زده بود که هیچ شانسی برای زنده ماندن نداشت. چند ساعت بعد زخمی جدیدی آمد و جای او را پر کرد. چون قدیمی ترین فردی که به این اتاق آمده من هستم، پرستار تغییر و تحولها را به من گزارش می اینطور شد که فهمیدم زخمی جدید خلبانی است که هواپیمایش در دشتهای مارن سقوط کرده و آتش گرفته. هنوز نیمکت خلبانی و چکمه تنش است که تحسین افراد رسته پیاده را برمیانگیزد ولی صورتش شبیه شکلاتی بزرگ سیاه سوخته و از شکل افتاده است نه از سبیلش اثری هست و نه از پلکایش هیچ اثری از اعضای صورت یک انسان در او دیده نمی شود پزشک جراح طی بازدید روزانهش به من اعلام می کند که اولین عمل جراحی هم موفقیت آمیز بوده و توانسته از شر گوشتای اضافی خلاصم کند میگوید گوید منتظر مواد و ابزاری هستم که بتونم فک بالاییتون رو مرمت کنم مخصوصا سخت دهن که می‌دونیم در حال حاضر نداریم باید استخانهای بدن یک انسان رو بهتون پیوند بزنم های یه بچه شیرخوار که تازه مرده باشه خوب پیش میریم مشکل من اینجاست که چطوری جلو این آب دهنه که مدام سرازیره بگیرم باید پوستو بکشیم که ازش لب بالایی رو درست کنیم این ساده است. سختترین مرحله اینه که بافت استخونی و مایجا پیوند بخورن تا این پوست روش تکیه کنه زبونتون سالم مونده ابزارهایی رو که برای حرف زدن لازمه داریم ولی برای اینکه حرفاتون قابل تشخیص باشه باید صدا رو توی مجرای عادی شدایت کنیم موفق میشیم حالا میبینین دوستانه دستی به بازویم میزند و میرود دیر وقت است از جا بلند میشم هم. درد دارم توی راه رو طرف روشنایی که از کوچه میتابد میروم. کنار پنجره گوشه ای را پیدا می کنم که شیشه ها تاریکی بیمارستان را با روشنایی چراغ گاز توی کوچه به هم میآمیزند و تصویری را که رسم می کنند به من برمیگردانند. من در وضعیتی به سر میبرم که به آن دوره خشک شدن میگویند هیچ نواری روی صورتم ندارم. به این ترتیب تصویر مردی را در شیشه میبینم که بسط صورتش دهلیزی دارد با لبه های در بوداقان. این باستاب غیر واقعی و در این حال حقیقی هیچ تأثیری در من باقی نمیگذارند. تعجب می کنم که میل به گریه کردن ندارم. دیگر در حالتی نیستم که این شکست های پی در پی را تحمل کنم. بعد از ظهر سر و کله آلند بونار پیدا می شود. از مشاهده نشانه ها و جزئیاتی که تایید می کنند کسی که روبرویش خوابیده همان دوست قدیمیش است، ظاهرا بیشتر متاثر می شود. نامه ای را به من میدهد و میگوید این تنها چیزیه که تو صندوق نامات پیدا کردم. پاکت را باز می کنم. خواهم بیش از اندازه به آن اهمیت بدهم. این نامه آخرین پیوندم با دنیای بیرون است. شروع می به خواندن. آدریان عزیز، لحظه ای که کنار شما بودم دلپذیر بود. ژرفی نگاهتان که چنین حالت قدرتمندانه ای به چهره بی و نقصتان میدهد قابل تحسین است. اما دوباره همدیگر را دیدن در این شرایط دیوانگی محض است. بر پایه این دیدار نباید هیچ بنایی بسازیم. اگر بخواهید از این بابت سرزنشم کنید خیلی بیرحمانه عمل کرده اید. مرا ببخشید که نشانیم را برایتان نمی و دیدار احتمالی دوباره من را به تصادف و تقدیر می سپارم. چهره ای را که چنان شادی و سرمستی به من بخشیده هرگز از یاد نمیبرم. دوست صمیمی و وفادار شما کلمانس با ملاحظه نامه را تا می کنم و میگذارمش روی میز کوچک کنار تختم روی تخت سیاه هم برای آلن می نویسم متشکرم که زحمت کشیدی این نامه برام مهم بود از خودت بگو در چه حالی؟ میگوید توی دفتر مطالعات کارخونه اصل احسازی کار میکنم که پوکه گروله های توپ میسازه. خوشحالم که دارم کاری برای وطنم میکنم. به خصوص که حالا آلمانیا تا کناره های رود مارن اومدن. چیزی نمونده بود وارد پاریس بشن. حالا ما هم رو شروع کردیم. بنار بقیه بعد از دور را کنار تختم مینشیند و برایم حرف میزند. یادم میآید که به نقاشی علاقه دارد. با همون دست معیوب و رشد نکردهش نقاشی میکرد. حالان که خودش را مجبور کرده بود با دست چپ بنویسد. درباره سبک کوبیسم و استادهایش با من حرف میزند و تأکید میکند این مکتب در برابر خشونت دوران ما دوام نخواهد آورد. شب که میشود از پیشم میرود. قول میدهد یک شنبه بعد به دیدنم بیاید. هیچ بهبودی در وضع روبه نابودی هم احساس نمیکنم منتظرم نوزادی از آغوش پرمحبت پدر و مادرش کنده شود تا جراح بتوانند فک بالاییش را به من پیوند بزنند زنی هم که انتظار داشتم کمی امید به زندگی برایم به ارمغان بیاورد با نامه معیوز کننده مرا همچون جود سفیدی روی دری چسبند جنگ را هم رفته رفته داریم میبازیم. بنار از روی محبت این موضوع را از من پنهان میکند. کورمال کورمال از تختم پایین میایم و می رویم طرف گنجه کوچکی که لباس و تجهیزات نظامی را در انتظار بهبود و برگشت مجدد به جبه دران گذاشتند. هفتیرم آنجاست توی غلافش. چه اشتباه اداری بزرگی باید ضبطش می کردند. پاشنه سنگینش را توی دستم حس می کنم. گلوله ها توی کمر بندند. ستاشان را می بیرون و به دقت در دوله هفتیر جا می دهم. سه گلوله به خاطر سه دلیل قانع کننده برای مردن دهانه این لوله را میگذارم زیر گوشم اینجا تنها نقطه است توی سرم که درد نمی کند چه احساس عجیبی است وقتی آدم می بیند مرگ و زندگیش دست خودش است نه چهره مادرم است نه خواهرم و نه پدر بزرگم که مرا از چکاندن ماشه باز می دارد. تنها عامل بازدارنده این فکر است که دارم کاری را که آلمان ها شروع کردن تمام می کنم. دست آخر هفتی را می لغزانم توی غلافش و می گذارم آنجا که بود. در گنجه را با سر و صدا می بندن. به این امید که هم اتاقی های بیهوشم بالاخره بیدار شوند. اولین کسی که میان دو هم اتاقی هم به هوش آمد صلیب نورایی کوچکی را در دست مشت کردهش می فشارد. یک سروان سوار نظام است که در حمله صبحگاهی در آرگون زخمی شده. اسمش به نام ورقی که روی میله های پایین پای تختش آویزان کردند هاندیدو دو است نیمی از چانه اش را ترکش خمپاره با خود برده و در حال عبور بخشی از شاهرگش را هم پاره کرده است یک چشمش هم ترکیده و در حدقه فرو نشسته این یکی زیر سر اسبی است که دنبالش میدویده اسب با اصابت گلوله از پا در میآید و میافتد روی سروان که بر اثر اصابت ترکش روی زمین دراز کشیده بود و با نعلش چشم او را میترکاند در حالی که هنوز از هوش نرفته و خود را محکوم به مرگ فرض میکرد به پرستاری التماس کرده بود صلیب برایش تهیه کند پرستار هم صلیب آویخته به گردنش را باز کرده و به او داده بود هنوز کاملا به اوش نیامده بود که دهان بازکنی گذاشتند میان دو فکش تا از منقبض شدن لسه جلوگیری کنند. روی تخت دیگر صورت و دست های سوخته پیرویل خلبان را با چربی پوشاندند. موقعی که هواپیمایش مورد اصابت قرار می موتور شعلهور می شود و دستها و صورتش را می سوزاند. ولی چشمهایش به علت داشتن عینک مسون می مند. فقط کسانی که مردن می توانند به ما قبطه بخورند. گرچه به این هم مطمئن نیستم. هر ده تا تخت اشغال شده و اتاق دیگر جا ندارد. پرانستر و ویل دو طرف تخت من بستریم پرانستر صبحها هم مثل شبها دعایش را در تاریکی میخواند. ویل با سینوس های بیرون افتادش شبیه جمجمه ای ما قبل تاریخی شده لب پایینیش گلفت است و بیافش را اخمو می کند. بلد است با چشمایش بخندد دود ناشی از آتش گرفتن بدن هواپیما نایجه ها و تارهای صوتیش را سوزانده. ولی میدانم او اولین نفر از ما خواهد بود که بتواند دوباره حرف بزند دکتر خبرم می کند که یکی از پرورشگاه های پاریس لطف کرده و جسد نوزادی را که به تازگی در گذشته برایش فرستاده بخشای اصلی صورت نوزاد با موفقیت از جسد جدا شده و توی وازلین در سردخانه بیمارستان نگهداری می شود فردا صبح عملتون میکنیم. این اولین نوع در زمینه پیوند فک بالاییه گرچه باید تا دو سه ماه منتظر بمانیم تا پیوند خوب بگیره. سه ماه برای فک بالایی، سه ماه هم برای سخت دهان. و اگر همه چیز خوب و عادی پیش برود، تا شش ماه دیگر موفق می شم هم حرف بزنم. بعد هم شش ماه دیگر برای پوشاندن این پیوندها با گونه ها و لب بالایی. آن وقت دیگر قیافه عادی پیدا می کنم. با دمیدن اولین روشنایی های روز، یک بار دیگر در ابری از اتر فرو می تا با سری نوار پیچی شده و تحت فشار از آن بیرون بیایم. خوشبختانه کم کم داریم به این نوار پیچی ها و گچ گرفتن ها عادت می کنیم. به طور معمول نشانه برگشتن به زندگی پس از عمل جراحی حاضر شدن سر میز بازی است. خبر خوب هم این که ویل شروع کرده است به حرف زدن. البته با صدایی که انگار از اعماق گور شنیده می شود. ولی به هر حال اولین نفر است میان ما که از حالت گنگی و سکوت بیرون می آید. خبر کمتر خوب این که می روی صورتش پوست پیمن بزنند تا برایش بینی درست کنند. ویل در موفقیت این عمل هیچ تردیدی به خود راه نمی دهن. به درستی نمی دانم دوز و کلک در رفتار و رویهش چه سهمی دارد. ولی این را می دانم که در تقویت روحیه بقیه هم اتاقی ها بسیار موثر است. اما پیوند بینیش با شکست روبرو می شود. پیوند وزروفی شروع می کند به پوسیدن. بنابراین ویل باید به بی یک بینی مقوایی راضی شود تا بینی پلاستیکی از رویش غالب بگیرند و بقیه عمرش را با آن سر کند. بر راقی بینی جدیدش ظاهرا تا ابد روی صورت ورم کرده او به شکل مشخصی دیده خواهد شد. بین کسانی که در آغاز زمستان 1914 به ما پیوستند، دو نفرشان بیان که به هوش بیایند مردند هر دو از ناحیه جمجمه آسیب دیده بودند ستوان پیاده نظام خیلی جوانی را هم به اتاق ما آوردند فک پایینش با گلوله‌ای که زیر چانه کرده بود در هم شکسته بود شایع است که از ترس روبرو شدن با دشمن خودکشی کرده در نظر من و رفقایم این اقدام او یک نوع خیانت به شمار می هر هفته دو نامه از خانواده به دستم میرسد و در پاسخشان یک نامه میفرستند نوعی موافقت زمینی میان ما به وجود آمده که درباره موضوع اصلی هیچ حرفی نزنیم و بگذاریم میان مسائل فرعی حل شود. تنها چیزهایی که می نویسند خوردن، نوشیدن و خوابیدن است. مادرم مرتب اسم بچه های منطقه را میبرد که به جبهه اعزام شدهاند و خبری ازشان نیست. ویژاک، لورادور، دپیست و دو پسر کاستل بوجاس. بچه که بودیم خانم کاستل بوجاس همیشه نگران پسرهایش بود. هر یک از بازیهای ما برایش پیغام یک فاجعه را داشت. هر بار که من و آلن آنها را میرسندیم خانهشان مادرشان با چشمای اشکالود در آستانه خانه منتظرشان بود و میگفت دلم براتون تو شور می زن. نگرانشان نیستم. بچه های زبر و رنگ و دست و پاداری هستند. بلدند گلیمشان را از آب بیرون بکشند حال را هم از آلن پرسیده بودم همان که برای سه هفته جنگیدن شربت گیاهی ضد استراب در مقومهش آورده بود آلن خبر داد که سه هفته بعد از شروع جنگ کشته شده احتمالا موقعی که قمقمه شربتش خالی شده بود نامه های خواهرم پولین طولانی تر است و احساس میکنم نگرانتر از دیگران است منتظرم یک روز بی خبر سر پیدا شدم پدر بزرگم خیلی ساده فقط چند کلمه پایین نامه پولین برایم نوشته خوب کاری کردی پسرم تو مایه سربلندی کشور به خانواده هستی پیوند استخانی هم نمی گیرد. جراح یقین دارد پیوندی مجدد ضروری است فک پایینی دارد رشد می کند کافیست زبان به چیزی آن بالا که جای سقف دهان را بگیرد تکیه کند آن وقت دوباره میتوانم حرف بزنم. های بیرون وضعشان خوب است و دارن جوش میخورند پرستار مرا به اتاق غالب گیری میبرد تا از صورتم قالب بردارند. وقتی به اتاق برمیگردند ویل و پنانستر مشغول بازی هند. پنجره را کاملا باز کردند و هوای نسبتا گرمی که وارد اتاق می شود خبر از این دارد که پاییز هنوز قصد رفتن نکرده است. یک نامه از مادرم گذاشتند روی تختم. همیشه میترسم نکند حقیقت را فهمیده باشد ولی نه درباره غذاهایی که باید بخورم نوشته و توصیه کرده پنیر زیاد بخورم که استخوان ساز است بعد اضافه میکند دو برادر کاستل بوژاس را به فاصله دو روز پیدا کردند هر دو مردند سرانجام روزی رسید که بنیادهای اساسی صورتم به اندازه کافی جان گرفتند تکه کاوچو جای سخت در دهانم گذاشتند تا از سینوس هایم جدایش کند. در نتیجه جریان هوا در دهانم به حالت عادی درآمد و زبانم سرانجام تکیگاهی پیدا کرد تا بتواند به کمک آن اولین واجه های قابل فهم را ادا کند. این تکه کاوچو در تلفظ حرفهای های ت و د که زبان باید به سخت بشسبد خیلی کمکم می کرد. چند ماه بعد وقتی یک دست دندان مصنوعی روی لسه بالا و پایینم گذاشتند توانستم حرف سه را هم تلفظ کنم. موقعی که به نظر می رسید همه چیز رو شده، ناچار شدن سقف مصنوعی را از دهانم خارج کنند چون گوشت‌های اطرافش را افونی کرده بود. به من هم توصیه کردند جز برای گفتگوهای طولانی آن را در دهانم نگذارم. رعایت این تشریفات در ارتباطهایم با رفقا بسیار عجیب بود. به ویژه یکی از زخمی ها که مهندس پل سازی بود و با هم های طولانی داشتیم. گوش راستش کاملا کر بود و فقط با گذاشتن گریفی توی گوش چپش میتوانست صداها را بشنود. موقعی که تصمیم میگرفتیم یکی از بحث های کم و بیش طولانی من را شروع کنیم اشاره میکرد به دهانم و یادآوری میکرد. بعد من سقف مصنوعیم را میگذاشتم و او هم گریفش را و با شدتی شروع به بحث میکردیم که در افرادی که حرف زدن برایشان کاری ساده و است کمتر دیده میشود. فقط ویل بود که به رغم مشکلاتی که برای حرف زدن داشت دست و دل باز بود و میکوشید با گفتن جمله های کوتاه درباره همه چیز دلشادمان کند. فرانستر کم و بیش به طور طبیعی حرف میزد ولی ذاتش اجازه نمیداد از این موقعیتش استفاده کند و در بکار بردن واژه ها صرف جویی می انگار تعداد معدودی واژه در اختیار دارد. خیلی پیش از اینکه هر سه نفرمان یعنی من و ویل و پرانستر شروع کنیم به حرف زدن پیوندهای عمیقی میانمان برقرار شده بود بعدها بارها از خودم میپرسیدم چه عاملی میتوانست ما نفر را آنقدر به هم نزدیک کند ویل خلبان یهودی پرانستر ای مسیحی و متعصب و من جمهوری که چندان اهل مذهب نبودم به طور حتم دلیلش همجواری اجباری ما نبود برعکس عکس این اختلاف ها می توانست ما را از یکدیگر منزجر کند. البته زخم ها بیشک ما را به هم نزدیک میکرد و هر کدام من که قرار بود به اتاق عمل برود آن دو نفر دیگر تا دم در همراهیش میکردند و پس از پایان عمل هم به اتاق برش می گردندند. این هم بستگی نسبت به سایر رفقای هم اتاقی من هم وجود داشت. اما آنچه از همان هفته های اول جنگ ما سه نفر را با هم متحد و همدل می کرد، تصمیم قاطعانه بود برای پرهیز از هر گونه درونگرایی و سر تسلیم فرود نیاوردن در برابر هر گونه ترخ کامی که یعص و سرخوردگی در آن با غرور قربانی جنگ بودن در هم میامیخت. یک سال در این اتاق ماندیم و جز گهگاهی برای قدم زدن توی راهروها با قدم های و خجالتی از آن بیرون نرفتیم. هیچ نوایی جز آهناله یا که از درد به گوش ما نرسید. در این مدت 785 پیاله سوپ مخلوط با گوشت چرخ کرده را بالا انداختیم و هیچ بوی جز اتر نتوانست حس بویایی فرو خفتمان را بیدار کند. حرف زدنمان هم مثل ماهی ها بود. ای از خداوند گلمند شدند که انتخابشان کرده تا شاهد از بین رفتن این هدیه ها باشند. عدهای دیگر به او پناه بردند تا روح غرب شدهشان را نجات دهد. همگی به آلمانی ها لعنت فرستادیم و یقین کردیم که مفید بوده ایم ویل که از روی کنجکاوی همیشه توی راروها پرسه میزد کشف کرده بود نزدیک اتاق افسرهای ارشد اتاق بسیار کوچکی سرهم کردند شبیه یک انباری برای گذاشتن جارو و خاکنداز و سایر وسایل نظافت ویل فهمید در آن اتاقک یک زن بستری است در یکی از اولین روزهای تابستان 1916 هنگام غروب سرانجام سر و کله این زن توی راه رو پیدا شد. چند لحظه ای در حالی که پشتش به ما بود کنار پنجره ایستاد و بدون تکان خوردن بیرون را تماشا کرد. وقتی سرانجام تصمیم گرفت به اتاقش برگردد چرخید به طرف ما. آن موقع بود فهمیدیم از خودمان است. آن شب دور چهار که روی آن کارت بازی می کردیم جمع شدیم. اما دلمان گرفته بود. پرانستر زودتر از معمول بازی را ول کرد. ویل بی یک کلمه حرف رفت بخوابد کاری که از او بعید بود این زن بیشتر از آنچه به دیگران نشان میدادیم ذهن ما را به خود مشغول کرده بود ما به خاطر زنها و بچه می میجنگیدیم و این حضور زنان کنارمان در این بیمارستان احساس دوگانه ناخوشایندی در ما به وجود می‌آورد احساس شکست نسبت به وظیفه‌ای که به عهده داشتیم و ناتوانی در تنبیه دشمنی که ما را به این جنگ کشانده بود. میدانستیم هر حرکت دست جمعی که از ما سه نفر سر بزند می ترساندر. به این نتیجه رسیدیم که پرانستر را به نمایندگی از طرف خودمان پیش او بفرستیم. چون زخمهای صورت چیزی از وقار و شخصیت پرانستر کم نکرده بود. زخم‌ها و آسیب ما به طور حتم مایه وحشت این زن میشد. چون چهره خودش را در صورت ما همچون آینه ای برای نشان دادن شور وقتی اش منعکس میدید. وقتی با پرانستر روبرو شد به هیچ وجه پا پس نکشید. پرانستر گفت ما جمع کوچیکی هستیم از افسرا که تا امروز سه عضو فعال و داوطلب برای کمک رسانی و دیگرون داره. دلتون میخواد به ما بپیوندیم؟ به جای هر گونه پاسخی لبخند ای تحویلمان داد. لبخند صورت بی و نقص دهانی که مانند پیشانی و چشمایش از آسیب مسون مانده بود. همچون باغچه پرگولی بود که وسطش را لگدمال کرده باشند. خمپاره بینی و گونایش را برده و موج انفجار پرده گوشش را دریده بود. فهمیدیم نمیشنود. پرانستر پی برد که زن جوان حرفهایش را از راه لبخانی میفهمد. فهمد. پرانستر بین ما تنها کسی بود که لبهایش سالم مانده بود، و کلمه ها روی آنها شکل می منوویل من و ویل خیلی زود دستگیرمان شد هرگز نخواهیم توانست با زن جوان گفتگو کنیم. حرکات لبهای ما مفهومشان را از دست داده بودند و صداهایی که ما با تلفظ کلمه ها از دهانمان بیرون می دادیم به شکلی نبود که زن جوان بتواند به مفهومشان پی ببرد. فرانستر از او پرسید چه اتفاقی برایش افتاده؟ زن که مارگریت نام داشت با صدایی ملایم ماجرایش را برای من تعریف کرد. جذابیت و معصومیت این زن شکومند خجالت زده من میکرد. اواخر سال 1915 چون تعداد پرستارها برای مراقبت از زخمی ها کافی نبوده مارگریت داوطلبانه پرستار میشود و شروع میکند به مراقبت از زخمی ها. پیش از آن هم بسیار زیبا بوده هم بیکاره و به درد نخور. پدرش جواهر فروش بود و ثروتمند خواستگارهای فراوانی داشت که به دلایلی یا معاف شده بودند یا در پستهایی دور از جبهه انجام وظیفه میکردند او در آرزوی این بود که دل به مردی با شهامت ببندد ابتدا در بیمارستانی پشت جبهه مشغول به کار شد بعد افسری که مارگریت پیشنهاد ازدواجش را نپذیرفته بود او را به پست رسانی خط مقدم جبهه اعزام کرد یک روز خمپاره آلمانی روی چادری افتاد که داشتن در آن خونریزی سربازی را بند می آوردند. مارگریت لوازم جراحی را به جراح می داد. موج انفجار مزروها و پرستارها و دکترها را با خود برد. همگی کشته شدند جز مارگریت که کر شد و صورتش ناقص. خیلی سریع جزء گروه ما شد. هرچند ملاقاتهای های روزانمان همیشه کوتاه مدت بود. هر وقت میخواستیم با او حرفی بزنیم دست به دامان پرانستر می شدیم. او هم گفته های ما را به و با جدا کردن هجاها از هم برایش تکرار میکرد کرد. مارگریت هم اعضای خانوادهش را از وضعیت خودش با خبر نکرده بود. نامه برایشان نمی نمشت. سرانجام رد پایش را پیدا کردند ولی او از دیدنشان خودداری کرد. پرانستر به نمایندگی از طرف او به استقبالشان رفت تا اطلاع دهد زن جوان حاضر به دیدنشان نیست. لوی لبوشل در ماه نوامبر 1915 به ما پیوست زخمایش خیلی شبیه زخمای من و بسیاری از مجروحان طبقه ما بود حفرهای وسط صورتش درست شده بود انگار از داخل گوشتایش را مکیده بودند قبل از آمدن پیش ما در بیمارستان گوناگون گوناگونی که شهرت و اهمیت بیمارستان ما را نداشتند سه بار عمل پیوند روی صورتش را تحمل کرده بود گذروفایی از خوک و گوساله هر سه بار هم بدنش آنها را نپذیرفته بود. لبوشل مرتب به خانوادهش نامه می نوشت. ولی او هم مثل ما جرأت نمی کرد به خامت وزش را به آنها اطلاع دهد. اولین بار روز 21 جوانه 1916 یعنی اولین روز تابستان با زن و فرزندانش ملاقات کرد. پیش از ظهر آن روز لبوشل از من پرسید چه لباسی بپوشد که برای بیرون رفتن و دیدار زن و فرزندش از همه مناسب باشد. مردد بود نوارها را روی صورتش نگه دارد و نوار سیاهی هم رویشان ببندد یا همه نوارها را بردارد و زخمای صورتش را در معرض دید بگذارد. به او توصیه کردم نوارها را نگه دارد. کمتر جلب توجه میکرد. مثل بچه ها زوغ زده شده و به هیجان آمده بود. قامت خمیدش در برگشت از ملاقات وقتی از راهرو رد میشد تا به اتاق بیاید هنوز جلوی چشمم است. تا مرا دید سر روی شانه هم گذاشت و بغزش ترکید. چون نمی حرف بزند، خود را روی تختش انداخت و ولو شد. من و ویل کنار تختش ماندیم و اگرچه کاری از دستمان بر نمی آمد، تا وقتی هوا تاریک شد و ساعت خاموشی رسید، ترکش نکردیم. صبح که از خواب بیدار شدم، چون از روی تجربه می دانستم سخترین دقیقه های روز است و روحیه در پایین ترین سطح خودش به رخت خوابش نزدیک شدم. اگر حس بویایی هم اشتباه نمیکرد، کرد بایستی بوی خونی را که جاری شده بود می خودش را کشته بود. شب پیش از ملاقات به یکی از پرستارها گفته بود پاکتی آب نبات برایش تهیه کند تا به بچه هایش بدهد. پرستار چون حس میکرد، ممکن از موقع رفتن به سالن ملاقات اعتماد به نفس کافی نداشته باشد پیشنهاد کرده بود همراهش برود. نه زن و نه بچه هایش هیچ یک او را به جا نیاورده بودند. بزرگترین پسرش با دیدن او پا به فرار گذاشته و توی راهرو فریاد زده بود این پدر من نیست. زنش دست بچه ها را گرفته و به او گول داده بود همین که کمی وضعش بهتر شود دوباره به دیدنش بیایند. برایش در نمازخانه بیمارستان مراسمی مذهبی برگزار کردند. در پایان مراسم همگی با هم از نمازخانه خارج شدیم. پرانستر که توی راهرو جلوتر از ما میرفت برگشت طرفمان و قسممان داد که هیچ کدام دست به خودکشی نزنیم. یاد گذشتمان که میافتادیم هرگز از زمان احزارمان به خدمت و اعزام به جبهه فراتر نمی رفتیم. ویل خیلی وقتها از ذوق و سرمستی پرواز بر فراز خطوط آلمانیا حرف میزد. میگفت می, زند. می گفت در هوا خودش را شکست ناپذیر احساس می کرده. امروز هم باز یک فکر بیشتر در سر نداشت. اینکه دوباره پرواز کند. دوست داشتیم تجربه های پروازش را بشنویم چون برای لحظه های چند این احساس را در ما ایجاد میکرد که خودمان هم داریم پرواز میکنیم می, کنیم. می گفت بزرگترین امتیاز یک خلبان این است که میتواند جدا از دیگران بمیرد در حالی که سربازان پیاده نظام دست جمعی میمیرند پرانستر ساعت ساعتها غرق در خواندن کتاب های تاریخی میشد موقعی که کتاب نمی یا در بازی شرکت نمیکرد. با تکه چوبی از تنه درخت زبان گنجش که پدر یکی از هم اتاقی هامان برایش آورده بود تندیس مریم مقدس را کندکاری میکرد. ایمانش برایم عجیب بود. پدرش در نیروی دریایی خدمت میکرد. کشتیش در می سرگاهی در دریای چین با یک کشتی حمل کاوچو برخورد کرده و پیش از اینکه یک قایق ماهیگیری نجاتش دهد پانزده ساعت روی تخت پارهی در دریا مانده بود. مدت شش ماه ناپدید شد و خانوادهش به سوگش نشست. همسرش افسردگی شدیدی گرفت. بعد سر و کله پدر پیدا شد. یک کشتی حمل کالا او را آورده بود. بیست و پنج روز بعد از بیماری سینه پهلو درگذشت. علتش هم چند قطر آب ای بود که در ریایش جمع شده و رطوبت گرم سیری آن را به افونت تبدیل کرده بود. زنش تعادل عقلیش را از دست داد و کاملا دیوانه شد. پرانستر آن زمان شانزده سال داشت. می گفت همون موقع بود که فهمیدم ایمانی وجود داره و با هیچ چیزی که تا اون موقع می قابل مقایسه نیست. عقیده داشت ایمان داریم تا ایمان. کسانی که خرافاتی هند می بخشند تا عوضش چیزی بگیرند و کسانی که می بخشند بیان که چشم داشته پاداشی را داشته باشند. می گفت خودش جزء گروه دوم است. معتقد بود انسان در جستجوی رسیدن به یقین رو به فنا می دود. خداوند تا آن حد شعور و معرفت به آدم داده که به مسائل مهمی پی ببرد ولی هرگز مجبورش نکرده در برابر آنها پاسخگو باشد. آفریدگار این مسئولیت را برای خودش حفظ کرده. او اسم این را گذاشته بود سوء تفاهم بزرگ. با پرانستر مذهب جنبه دیگری پیدا میکرد که به کلی با تصویر مسخ شده ای که در کودکی به من نشان داده بودند تفاوت داشت ولی دیگر برای من خیلی دیر شده بود پنج سال پیش وقتی پدرم فهمید مرگش نزدیک است من و خواهرم را صدا زد تا کنار هم باشیم فهمید دارد خودش را آماده میکند که هرگز نبیندمان تا آخرین لحظه گمان میکردم الان است که کشیشی بخواهد ولی این کار را نکرد و بدون هیچ اندیشه‌ای برای زندگی ابدی در آن دنیا درگذشت. او پایان زندگیش را به فرزندانش اعلام کرده بود بیان که کوچکترین امیدی برای بازیافتنش در دل آنها باقی بگذارد. هرگز بین خودمان درباره آینده حرفی نمیزدیم ولی من رفته رفته به فکرش افتاده بودم. آینده به همان اندازه گذشته به نظرم دردناک می آمد. میدانستیم چاره ای نداریم جز این که به جامعه برگردیم. بحانه برای اطلاف وقت مجروح فراوانی بود که به آنجا می آوردند. هفته ای نبود که یکی از زخمی ها با زدن رگهایش یا حلقاویز کردن خود از سیفون توالت دست به خودکشی نزند. ما به عنوان زخمی های قدیمی و سابقه دار بایستی به این جوانها که یک یا چند عضو یا حس خود را از دست داده بودند، دلداری میدادیم و به آینده امیدوارشان می کردیم با این همه طولی نمیکشید که پی میبردند نه تنها حس چشایی بینایی بویایی و شنوایی را از دست دادند بلکه باید برای همیشه روی داشتن زندگی عادی هم خط میکشیدند فرانستر که در هر حرکت و هر سخنش قوت قلب و شهامت موج میزد تازه واردها را که آماده بودند دل به حال خود بسوزانند دلگرم میکرد ویل با شوخیهایش حتی آنهایی را که دهان نداشتند به خنده وامی داشت. دورهای بازی را میانداخت. میان دو عمل جراحی درسهای اولیه پرواز را به تازه واردها ها می آموخت. هر یک از مجروحها پس از بهبودی و مرخص شدن ماکت مقوایی یا چوبی کوچکی از هواپیمایی دوباره را هم به عنوان یادگاری با خود می ولی خود ما همچنان تصویری از آینده را ترسیم نمی‌کردیم، تا اینکه رویداد تعجب آوری برای مدتی وزنه شد در آینده من. یک روز صبح که توی راه رو قدم می زدم، هیاهوی غیرعادی در راه پله ها شنیدم. مرد سیاه پوست قویه کلی را دیدم که توی پله ها و دو پرستار و یک جراح با روپوش اتاق عمل به تن دنبالش. مرد سیاه پوست که اهل سنگال بود با اولین تماس چاقوی جراحی با بدنش به اوش آمده و از اتاق عمل فرار کرده بود. او را در پست نگهبانی دستگیر کردند. با دیدن او به فکرم رسید وقتی جنگ تمام شد بروم آفریقا. شنیده بودم آفریقاییها ها برای زخمی های جنگ احترام زیادی قائلند. می گفتند آنجا جنگجویی از ریخت و قیافه افتاده موقعیت یک ارباب را پیدا می کند. موضوع را با ویل در میان گذاشتم. او هم گفت سه تا هواپیما میبریم اونجا. من خلبان میشم. تعمیر و نگهداریشون هم با تو و ازمون خوب میشه این چشمنداز مدتی به ما قوت قلب داد مثل رویاهایی که آدم دلش میخواهد باورشان کنند اگرچه چه میداند هرگز عملی نخواهند شد زمستان سال 1916 زمستانی سخت ناخوشایند بود نیمه های اکتبر آلن بونار نامه پیروزمندانه برایم فرستاد نوشته بود سرانجام به او اجازه دادند به جبهه اعزام شود و در رسته توبخانه خدمت کند. 23 دسامبر دو سه روز پیش از میلاد مسیح نامه ای از مادرش به دستم رسید که نوشته بود آلن در یک بمباران کشته شده. تا آن موقع هرگز در حقانیت این جنگ و ضرورت شرکت در آن تردید نکرده بودم. حالا بهترین و قدیمیترین دوستم را جنگ از من گرفته بود. کسی که به نظرم باید آخرین نفری می بود که جانش را از دست میداد. سخت به هم ریخته بودم از اینکه آنجا نبودم تا با بدنم جلو شلیک گلوله خمپاره ای را بگیرم به طرز حیرت آوری احساس می کردم برای اولین بار با مرگ رو در رو شدم من و بنار یک روح در دو جسم بودیم این جنگ داشت چیز مزخرف و پوچی می شد. به رسمیت چناختنش آسیب پذیر من می کرد. مدتها بعد هنوز در افسردگی از دست دادن بنار بودم که خواهرم به ملاقاتم آمد. به خاطر من لباس زیبایی پوشیده بود. دلم میخواست از دیدنم معافش کنم ولی دیگر دیر شده بود. به محض دیدنم دستایش را روی چشمایش گذاشت. من بیارکت ماندم. توی اتاق ملاقات کنار هم نشستیم. بیشتر درباره او حرف زدم. قبل از رفتن سفارش کردم مواظب خانواده باشد و گفتم خوشحالم که مرا شناخته. حالان که هیچ از هم اتاقی هایم چون این شانسی را نداشتند. چند هفته بعد مادرم آمد دیدنم. مانند همیشه پر جنب و جوش بود. از هر دری حرف زد. کلی خبرهای بی اهمیت به خوردم داد و رفت. پس از آن ماهها بدون واقعی مهم و گذاری به خصوص برای ما سپری شد. این مدت من هفت بار عمل شدم و ویل و پنانستر هر کدام پنج بار. اواخر تابستان 1918 مارگریت به مرخصی طولانی مدتی فرستاده شد. جراح موفق شده بود مقدار زیادی از آسیبها را جبران کند. مارگریت هفته دو بار به ما سر میزد. زد. می گفت بی آنکه به کسی خبر دهد برگشته بود خانهش. خدمتکار که او را به جا آورده در را بسته. پدر و مادرش آن شب مجلس مهمانی بزرگی داشتند. با دیدنش هیچ اظهار محبت نکردند. او مهمانی آنها را به هم زده بود. به پیش ها دستور دادن به او برسند به این شرط که توی اتاقش بمانند دو برادرش که از جنگ معاف شده بودند، هیچ از حال و اوضاع خواهرشان پرسشی نکردند. فقط سرسری به او گفتند، این روزا دکترها معجزه می کنند، خواهی همان شب، مارگریت تصمیم گرفت خانواده بیاتفهش را برای همیشه ترک کند. اینها حتی متوجه نشدند او کر شده. به هتل رفت و فردای آن روز اتاقی اجاره کرد و در بیمارستان مخصوص بچه ها به کار پرستاریش ادامه داد. جنگ با موج زخمی هایی که پشت سر هم می رسید بار دیگر زرباهنگش را به ما تحمیل می کرد. ولی این بار همه ها خبر از پیروزی قریب الوقوعی می دادند. خبر پایان گرفتن جنگ روز 11 نوامبر 1918 شادی بزرگی توی طبقه ما به پا کرد. همگی هم را می بوسیدیم. بعضی ها حقق به شدت می و گریهشان تمام شدنی نبود. تسلیه بزرگی هم داشتیم. این اتفاقها ها هیچ کدام بی سمر نبودند. غرق در شادمانی این پیروزی هیچ متوجه نشدیم سربازی اهل مارسی که روز پیش به بیمارستان آورده بودند و تمام مدت دندانهایش به هم میخورد در گوشه میان خوشحالی همگانی مرده است. او آخرین کشته ما بود فردای روز پیروزی همه شور و اشتیاق من فرو ریخت مجسم میکردیم حالا که جنگ تمام شده همه سربازانی که زنده مانده یا معلول نشدند صحیح و سالم به خانهشان برمیگردند تا زمانی که در سنگرهای پرگلولای و در سرما لحظه منتظر صدور دستور حمله و رویارویی با مرگ بودند ما در مقایسه با آنها آدمهای خوششانسی بودیم آنها خیلی بیشتر از ما در معرض خطر بودند. ولی حالا که توپ ها خاموش شدند و دسته های انبوه سربازان از خدمت مرخص شده و با شادمانی میان خانوادشان برمیگشتند ما خود را آدم های نیمه جانی احساس می کردیم که از اجتماع منزوی شده بودیم. از آتش بس تا خروجم از بیمارستان پنج ماه طول کشید. در این مدت چند عمل جراحی دیگر هم داشتم. چهارم آوریل 1919 بیمارستان را ترک کردم. با شانزده عملی که روی من انجام شده بود نتوانسته بودند قیافم را شبیه آدمی زاد کنند. پرانستر و ویل چند هفته بعد از من مرخص شدند. وقتی میخواستیم از هم جدا شویم قول دادیم هرچه زودتر دوباره همدیگر را ببینیم. برای اولین بار قطر عشق گوشه چشم های پرانستر دیدم. ویل آخرین متلکایش را انداخت تا سر قضیه جدا شدن را هم آورد. به این ترتیب از آنها جدا شدم و پا به دنیای بیرون بیمارستان گذاشتم. یک صبح بهاری بود و باران خیلی سردی هم میبارید. انتظار داشتم پاریس را غرق شادمانی ناشی از پیروزی ببینم. ولی دیدم شهر غولاسا به خواب رفته. زنها که با تمام نیروشان از آن نگهداری کرده بودند، اکنون به نظر می آمد زیر بار این مسئولیتهای سنگین از پا در آمدند. مردهای جوان سالم، به ندرت به چشم میخوردند و آنهایی هم که مانده بودند گویا با نیرنگ های گوناگون از جپ رفتن شانه خالی کرده بودند حوصلهاش را نداشتم برگردم به آپارتمان خودم که یاد کلمانس در فضایش موج میزد بنابراین پیشنهاد دایی شمونتل را پذیرفتم که بروم پیش او و به قول خودش حال و هوایم را عوض کنم و جانی بگیرم زنداییم پیش از آن که از بیماری سل بمیرد سه دختر برای دایی به دنیا آورد. آنها از من مثل یک قهرمان استقبال کردند. دایی هم دوست داشت خانهش همیشه پر از مهمان باشد و من بار دیگر نهار روزای یک را که از ظهر شروع می و تا ساعت پنج ادامه داشت از سر گرفتم. در این مدت مادر و خواهرم هم به ما سر می جدند. مدتی بعد به کارفرمایم مؤسسه نال گریشار نامه نوشتم و گفتم مایلم کارم را از سر بگیرم. آقای گریشار هم با نامه جواب داد دوست دارد اول ملاقاتی با من داشته باشد. به دیدنش رفتم. مرا که دید گفت فکر نمی کردم به این اندازه آسیب دیده باشی. به نظر خودتون چند ماه دیگه لازمه تا حالتون کاملا خوب بشه. گفتم حالم کاملا خوبه آقا. گفت خوب پس حالتون خوبه. مذرت میخوام. البته فقط محض اطلاع پرسیدم پس دلتون میخواد کارتون از سر بگیریم... گفتم همینطوره دوست دارم به شغل قبلیم ادامه بدم با قیافه متفکرانه کمی ریشش را کشید بعد با صدای آهسته انگار بخواهد حرفایش را بشنوم بیان که زحمت حرف زدن را به خودش داده باشد گفت خیلی سخته برای اینکه چیزی را ازتون پنهان نکرده باشم باید بگم اوزامون تعریفی نداره ما چیزهای هنری غیر نظامی می ساختیم که زمان جنگ خریداری نداشت خسارت ناشی از جنگ برای همه مشکل ساز شده خزانه دولت خالیه آلمانیا هنوز حتی یه پنی هم قرامت ندادن از طرفی در حال حاضر آقای فرنیه دیگه ای جلو من نشسته باور کنین موضوع شخصی در میون نیست کسی که الان کار شما را انجام میده خاطر حساسیت ریاض از خدمت معاف شد. روکارش کارش تسلط داره و ازش راضی هستیم. دیگه نمیتونم از شما به عنوان مهندس امور تجاری استفاده کنم. شاید بتونیم تو دفتر مطالعات کاری بهتون بدیم. یه کار ساده بدون نیاز به تماس با ارباب رجوع. فکراتونو بکنیم. اگه موافق بودین دوباره با هم صحبت میکنیم توی راه برگشت دوباره به فکر آفریقا به عنوان سرزمین موعود افتادم. به خانه که رسیدم داییم گفت یه نامه از کلمانسو برد رسیده. یه نامه از خود ببر. از خودم پرسیدم رئیس دولت به یه افسر جز چه میتواند بنویسد. نامه را گرفتم و با صدای بلند خواندم. عنوان سرصفه به اسم نخست وزیر بود. اولین خبر این بود که قرار است نشان لژیون دونور به من اعطا شود. خبر دوم انتخاب من به عنوان یکی از نمایندگان زخمی های بزرگ جنگی فرانسه و معرفی کردنم به سران دولت هایی که قرار بود پیمان صلح را در ورسای امضا کنند. می دانستم این رویداد در زندگی هم واقعی بزرگی خواهد بود و همیشه با غرور و سربلندی از آن یاد خواهم کرد. در یک لحظه از کارمند جزء دفتر مطالعات گریشار به یکی از افراد حاضر در امضای پیمان صلح ارتقاء مقام پیدا کرده بودم. خوشحالی هم از دیدن پنانستر و ویل خیلی بیشتر از دعوت شدن به شرکت در مراسمی تاریخی بود. اتومبیلی ارتشی آمد تا ما را به ورسای ببرد. جایی که پیمان صلح باید امضا شود. یک افسر مخصوص تشریفات همراهمان بود تا ما را از میان جمعیتی که لباس ارتشی یا شخصی به تن داشتند و به زبانهای گوناگون حرف میزدند بگذراند و به جایگاه مخصوص ببرد. فکر کردم این مردانی که از ملیت های گوناگون در این کاخ جمع شده و بیشترشان هم سال خورده بودند همان کسانی هستند که به دلیل ها و انگیزه کاملاً کاملا متفاوت با آنچه ما را به جان هم انداخته بود تصمیم به شروع یا خاتمه دادن جنگ ها آنچه در این مراسم بیشتر رویم تأثیر گذاشت ایستادن کنار آلمانی های واقعی بود آن هم برای نخستین بار تا ایستادن کنار دولت مانند کرمانسو. پیش خودم مجسم کردم آلمانی هایی که مانند ما زخمی شده و علاوه بر آن شکست هم خورده اند چه غم بزرگی باید در دل داشته باشند ولی به هیچ وجه احساس همدردی نمی کردم وقتی هم دیدم اعضای هیئت نمایندگی آلمان شق و رق و موقر وارد تالار آینه شدند تا نتایج شکست را بپذیرند از خشم خونم به جوش آمد کلمانسو اول از همه ما را پذیرفت و دستمان را فشرد میان هم همه حاضران شنیدم که میگفت میخوام اونا ببینن و بدونن بعد خطاب به ما ادامه داد شما توی بد موقعیتی بودین کاملا مشخصه قطر اشکی هم از گوشه چشمش روی رونش نخزید. ما را گوشه ای از تالار رو در روی هیئت نمایندگی آلمان نشاندند که طبعا نمیتوانستند نادیده من بگیرند مراسم امضای پیمان طولانی بود دو بار ناچار شدم به آرنج به پهلوی ویل بزنم که خوابش نبرد روز بزرگی بود وقتی داشتیم برمیگشتیم مطمئن بودم این جنگ که اکنون پایان گرفته آخرین جنگ خواهد بود از تالار که خارج شدم تصمیم گرفتم بالاخره بعد از پنج سال به آپارتمان خودم برگردم یک راست رفتم به اتاق خواب بیان که به جاهای دیگر توجهی بکنم پنجره نیمه باز مانده بود و نسیم پرده نازک را به طور نامنظم تکان میداد همه جا دنبال اثری میگشتم که ثابت کند کلمانس به اینجا برگشته و در غیبتم در این آپارتمان زندگی کرده است. همه گوشه و کنارها را در جستجوی نامه، چند کلمه ای که روی تکه کاغذی نوشته شده باشد یا هر نشان دیگری به دقت بررسی کردم. اما چیزی نبود. روی لبه تختم نشستم و شروع کردم به گریستن. پس از مدتی نامه دیگری از مؤسسه نالهگیرشر دریافت کردم. خواسته بودند برای اوایل دسامبر به دفترشان بروم تا ببینم چه کاری می توانند به من واگذار کنند. ویل در یک کارخانه هواپیماسازی شروع به کار کرد. پرانستر برگشته بود به قصر خانوادگیش. حدس می زدم تارک دنیا شود. ولی در حال حاضر در صدد بود اتحادیهی تشکیل دهد و همه کسانی را که قربانی جنگ بودند و چهرهشان را از دست داده بودند در آن جمع کند. بیشتر وقتها برای ما نامه می نوشت. نامه هایش سرشار بود از شور و شوق. املاکش را اداره می کرد و اگرچه درآمد چندانی نداشت ولی برای تأمین هزینه های زندگیش کافی بود. آن موقع آغاز دورانی بود که وزارت جنگ خیلی تر و خشکمان می کرد. دعوت های پی در پی برای شرکت در تئاتر، اپرا، کنسرت، در همه تماشاخانه های پاریس جاهایی خاص خودمان داشتیم که هر وقت میخواستیم میتوانستیم ازشان استفاده کنیم. 14 دسامبر رکویم اثر فوره را در تئاتر شانزلیزه اجرا کردند. ویل دعوت را نپذیرفته به نیامد. تنها رفتم. این رکویم را خیلی دوست داشتم. هر بار میشنیدم اشکم سرازیر میشد. ناگهان پی بردم او هم آنجاست. احساس کردم دارم دیوانه میشم. تا کنون گمان میکردم برابر سرنوشتی محتوم خوب مقاومت کرده و موفق شدم. ولی روحم آن اندازه ها هم قوی نبود که بتواند روبروی موجودیت واقعی این زن کلمانس که گذشت این چند سال زیباترش کرده بود ایستادگی کند. از جا بلند شدم. احساس کردم به من زل زده. بعد با همان سهلینگاری و بیتفاوتی که پنج سال پیش در او دیده بودم رویش را برگردان طرف ارکستر. بیرون سالن کنسرت دقیقه های طولانی زیر باران شدید همانطور که سیگار پشت سیگار آتش می زدم به انتظارش ماندم. سرانجام سرکردهش پیدا شد. یک تاکسی گرفت. من هم پریدم توی تاکسی خالی و به راننده گفتم به هر قیمتی شده از تاکسی زن جوان فاصله نگیرد و گمش نکند. تعقیب حدود ده دقیقه طول کشید. تاکسی سرانجام در میدان بروتوی توقف کرد. کلمانس پس از پیاده شدن وارد ساختمان مجللی شد. حالا که نشانی خانه اش را میدانستم خیالم راحت شده بود. کنار میدان کم و بیش روبروی خانه او نیمکت چوبی کوچکی بود. همه شنبه ها و یک شنبه صبح روی آن می نشستم و منتظر می مندم. اما از او خبری نبود. یک شب ماجرا را با ویل در میان گذاشتم. گفت آدریان تو دوست منی و حال تو خوب درک میکنم. به همین دلیل رک و پوسکنده بهت میگم زن توی زندگی ما یه جور تجمله که نباید به ذهنمون راهش بدی. خودت خوب میدونی که عشق برای آدمایی مثل ما چه مفهومی میتونه داشته باشه. با پرانستر صحبت کن. اونم هم همین حرفای منو بهت میگه. گفتم ولی من میخوام ببینمش. پرسید چی میخوای بهش بگی؟ گفتم که دوستش دارم. و خیال میکنی اون که وقتی ازت جدا شد که جذابیت داشتی و قهرمان آینده جنگ بودی حالا هم ازت استقبال میکنه؟ خواهش میکنم فراموشش کن خیلی کارها هست که باید انجام بدیم دوست دارم برای ساختن یه هواپیمای جدید با یه نفر شریک بشم یه هواپیما برای حمل و نامه ها و بسته های پستی اگه دوست داری؟ فردا بیا خونم ماکتشه که کشیدم به نشون بدم گفتم فردا نمیتونم با کلمانس قرار دارم ولی اون نمیدونه ویل گفت داری تادل روی تو از دست میدی؟ گفتم یا باش حرف میزنم یا از غصه میمیرم یک شنبه صبح برف با دانهای های درست و چسبان شروع کرد به باریدن ساعت هفت صبح سر پستم حاضر شدم تا مطمئن شوم او را از دست نخواهم داد تصمیم گرفتم بروم توی راهرو عمارت رفتم سه به ساعتی میشد که روی آخرین پله پلکان عمارت نشسته بودم دخترکی که با شتاب از پله پایین میآمد به من که رسید متوقف شد گمان میکنم چهار یا پنج ساله بود سالها بود که با هیچ بچه رو در رو نشده بودم همین بچه هایی که به خاطرشان جنگیده بودیم و من اینقدر کم می شناختمشان. متوجه معذب بودنم شد و حرکاتش را طور عجیبی کند کرد. این دخترک با لباس نو و ترتمیزی که پوشیده بود و با چشمای درشت و نگاه پر از سؤالش مرا سخت تحت تأثیر قرار داد. سرانجام یک پله به من نزدیکتر شد. سرش را کمی به طرفم خم کرد و گفت اذیتت کردن؟ آره یه کمی آلمانیا این کارو کردن؟ آره ولی حالا دیگه رفتن درسته رفتن برای همیشه پیش از اینکه جوابش را بدهم زن جوانی آمد کنارش ایستاد و دستش را گرفت زن سلامی به من داد و دخترک را با خود برد ولی نمیتوانست چشم از صورت من بردارد انگار صفحه هایی از کتابی را میخواند که خواندنش برای بچه ها ممنوع است. زن دیگری با گام های آهسته و منظم از پلا پایین میآمد. پیش از اینکه سر و پیدا شود صدایش را شنیدم. داشت این یکی زن را که انگار پرستار بچه بود صدا میکرد. این صدا به نظرم آشنا آمد. پرستار جوان و دخترک حالا داشتند روی برفا راه می رفتند. از جایم بلند شدم و رو به پله ها ایستادم. همانطور که زن جوان داشت از کنارم میگذشت گفتم دیرتون شده؟ به نظر نمیرسید رنجیده باشد. انگار تعجبم نکرده بود. پرسید شما کی هستی؟ گفتم اولین باری که با صحبت کردم خانم شرایط مثل حالا نبود. لحظه ای به فکر فرو رفت. بعد پرسید قبل از جنگ با هم آشنا شدیم نه؟ گفتم بله یه روز قبل جنگ چهرش لحظه ای شکفته شد و بعد با پی بردن به حقیقت در هم رفت گفت آدریان؟ گفتم آره خودم اگرچه ظاهرم کم تغییر کرده نامتون توی بیمارستان به رسید کاملا روشن و گویا بود. نه جای امیدواری چندانی باقی گذاشته بودین، و نه نشونی. تو این پنج سال خیلی بهتون فکر کردم. چطور پیدام کردین؟ شب اجرای رکویم فوره نیمروختون رو دیدم. شما منو دیدین. بدون اینکه دیده باشی. آدمای بیچهره این ویژگی رو دارم که مرکز توجه هستند. دیگران اونا رو میبینند. ولی در واقع نمیبینن. تقییبتون کردم. دلم میخواست بدونین که به رغم ظاهرم همونی که بودم موندم. در این حالت پشت به نور پله چقدر به نظرم زیبا می پرسیدم همکار پیانیستتون چی شد؟ همونی که باعث اولین دیدارمون شد؟ گفت تو جبه مرد از زاتوریه همون اولین روزای زمستون 1914 چند قدمی توی برفها راه رفتیم دخترک و پرستارش جلو جلو می رفتند سن دخترش را پرسیدم گفت او تا 1915 به دنیا اومد پدرش مرد به نشانه تأسف سرم را پایین انداختم خسته و درمانده به نظر می رسید. گفت خیلی دلم می خواست منو ببخشین. گفتم ببخشم تو. بابت چی؟ این شما نبودین که خون را فرستادین سراغم. از طرفی شما قبل از اینکه مجروح بشم از من بریده بودین. بنابراین جای هیچ اظهار تعصف یا معذرت خواهی نیست. در زمین جراحی پلاستیک این روزا پیشرفت زیادی کرده. شاید منم یه روزی همون چهره ای رو پیدا کنم که اون موقع نظرتون رو جلب کرده بود. گفت دلم میخواد هر ازگاهی گاهی هم رو ببینیم و با هم دوست باشیم. گفتم این پیشنهادتون مثل یه تیکه استخونه که جلو سگ میندازن. این جمله هم خیلی ناراحتش کرد. از اون معذرت خواستم. منو ببخشید نمیخواستم برنجونمتون منظورم این بود اون چی که تو زندگی برام مونده خوردریزای بیشتر نیست دلخوشی های بیارزش راستشو بخواین آرزوی قلبیم این نیست که دوستتون باشم در حال حاضر سه تا دوست دارم یه زن و دو تا مرد که همین مراحل دردناک رو گذروندن و همین تغییر شدنها رو هم دیدن برای خودمون یه باشگاه رو انداختیم و خوب میدونم هیچ عاملی از هم جدامون نمیکنه. گفت باید موضوع رو اعتراف کنم بعد از مرگ همسرم میخواستم ببینم اتون. دوستی رو فرستادم که نامه براتون بیاره نشونیتون رو خوب به خاطر نداشتم دوستم نتونست نشونی رو پیدا کنه پرسیدم توی نامه چی نوشته بودیم؟ گفت هیچی فقط ازتون معذرت خواسته بودم نشونیم رو هم داده بودم همین جایی که پیدام کردیم دلم میخواست دوباره شما رو ببینم گفتم آدمای مثل ما که بعد از این زخم ها زنده موندن خوب میدونن که محکومن به یه جور واقع بینی باید بپذیریم به چیزایی کم دلخوش کنیم و با اونا به زندگیمون ادامه بدیم باید از شور و هیجانهایی که آخرش ما را به موقعیت واقعیمون برمیگردونن دوری کنیم. به همین دلیل دوستیتون رو میپذیرم. از روی واقع نگری. لبخندی زد و گفت پس دوباره هم دیگر رو میبینیم. گفتم حتما من تاریخ نویس یا تاریخدان نیستم. به هیچ هم قصد ندارم این کاره شود. وقتی آدم از نزدیک با دوره خاص در تماس بوده و با آن آمیخته نمیتواند ادعا کند مفهوم واقعی آن دوره را حتی پس از گذشت سالها به درستی درک کرده است با این همه من این آزادی را به خودم دادم که اگر نه یک دوران بلکه دست کم آغاز آن را شهر داده باشم دورانی که فرانسه فدای ترس می شود و بحانهی برای آن می تراشد. به نظر من این رفتار که آنقدر با ویژگی های رفتار چهار ساله جنگ جهانی اول تفاوت داشت از سالهای 1920 شروع شد. حتی بچه ها هم عوض شده بودند. یادم میآید یک روز در باغچه وسط میدان ده دوازده تا از این بچه ها ضمن اینکه وانمود میکردند میخواهند به من سنگ پرتاب کنند شروع کردند به مسخره کردن من و خندیدن. در تمام سالهای پس از جنگ من و رفقایم یا ترحم مردم را به خود جلب کرده بودیم یا ابراز همدردی یا بیشتر وقتا ناراحتیشان را ولی هرگز کسی از دیدن ما طوری نترسید که مجبور شود از خودش دفاع کند در سال 1924 ازدواج کردم همسرم 19 ساله بود در حالی که من داشتم 34 ساله می شدم او یکی از دوستان دختردائی کوچکم بود اسم لهستانی عجیبی داشت اسکوبرونک روابط ما با دست انداختن او به خاطر اسمش که به دشواری تلفظ میشد آغاز شد آغازشون. مدام درباره من از دختر داییم چیزهایی میپرسید مرا به چشم یک قهرمان نگاه میکرد و توجه زیادی به من نشان میداد به ویژه مدت ها مینشست و به حرفهایم که به کندی و دشواری ادا میکردم گوش میداد ساعتها دوران را که در بیمارستان گذرانده بودم برایش تعریف میکردم و او هم از شنیدنشان خیلی لذت می برد. درباره خودش چندان حرفی نمیزد. ولی من از دختر شنیده بودم پدرش خیاطی یهودی بوده و اوایل قرن با همسرش که زنه بسیار زیبایی بود به فرانسه مهاجرت کرده است. پدرش در سیل سال 1910 بر اثر طغیان رودخانه غرب شد و مادرش هم بیدرنگ او را به مدرسه شبانه روزی فرستاد. میدیدم دیدم این دخترک ریزندام و به ظاهر بسیار آسیب پذیر در حقیقت چقدر قوی و فعال است. وقتی از او تقاضای ازدواج کردم پی بردم علاوه بر این صفات خیلی هم با شهامت است. ازدواج من با جشن و پایکوبی فراوانی برگزار شد. بهترین دوستانم در آن حضور داشتند. پنانستر، ویل، مارگریت و کسان دیگری که در دوران نیمه زندانی بودنم در بیمارستان با من شریک بودند. در چنین موقعیتی جمع کوچک ما زخمی های جنگی چنان شاد و شنگول بود که باعث حیرت کسانی میشد که از اجزای صورتشان چیزی کم و کس نداشتند احساس آزادی مطلقی داشتیم این حس جزء امتیازهای کسانی است که تصویر واقعیشان را از دست دادند. از یک قدمی مرگ گذشتند با درد و رنج همزیستی روزانه داشتند و به خصوص با آن گونه زندگی که آدمها را چنان حقیر و محدود می کند، فاصله داشتند. کمتر پیش می آمد دو نفر چهره از دست داده به هم برسند و چند ماجرای کوچک و خندهدار و رندانه برای همدیگر تعریف نکنند و نخندند. خوشقلقی، نشاط و شوق به زندگی ما در اطرافیانمان هم تأثیر می گذاشت. من اولین چهره از دست دادهی بودم که توانستم همسری برای خودم دست و پا کنم. این موضوع دوستانی را که وضعیت مرا داشتند امیدوار کرد. پس از گذشت این همه سال که از زخمی شدن من گذشته بود به جریان زندگی عادی برمیگشتم. زندگی روزمره که کسانی که آن را داشتند قدرش را نمیدانستند. شگفت آورتر از همه این بود که در سالهای بعد همه رفقایم هم سرانجام توانستند ازدواج کنند و خانه و زندگی تشکیل دهند. همه جز مارگریت. چون زن چهره از دست داده در قاموس کسی نمیگنجید. مارگریت به عنوان هر گونه پاداشی برای شرکتش در یاری رساندن به انسانها ناچار شد تا پایان عمر تنها بماند. سال 1926 هم سال خوبی بود. پرانستر و ویل پشت سر هم یکی اواخر بهار و دیگری اوایل تابستان ازدواج کردند. همسر من هم اواخر جوان دختر کوچولویی برایم به دنیا آورد. تولد دخترم مرا در سرخوشی لذت بخشی فرو برد. او ادامه دور از انتظار خودم بود. این شادمانی جرف جانشین نه ما نگرانی اگر نگویم استراب و دلشوره شد. میترسیدم دخترم از صورت ناقص خودم ارس برده و با چهره ناقص به دنیا بیاید. خوشبختانه دلشوره های خیالی من تأثیری روی طبیعت نگذاشت. به قول پرانستر با آن ابهت تقلید که به گفتهایش میداد و با نشان دادن نیمروخ سالمش به ما همگی وارد دوران با عظمت داشتن یه زندگی عادی شدیم. سالهای سی به شکل عجیبی گذشت. در همان حال که فرانسه در بحران و اندوه رو می دفت، ما معلولهای جنگی دورها و دور هم جمع شدن را رو روز به روز زیادتر میکردیم. همه ما در این احساس مشترک بودیم که از زمان حال همراه خانواده ها من تا آنجا که میتوانیم استفاده کنیم و لذت ببریم. جمع کوچک ما چنان اعتماد به نفس و شوخ از خود نشان میداد که شهرت من همه جا پیچیده بود. کافی بود دو سه نفر من در مجلسی یا مراسم ازدواجی باشیم تا جشن توسط مردانی که از هیچ چیز نمی ترسیدند چون چیزی برای از دست دادن نداشتند تبدیل شود به شروع نشاتی واقعی. این متفاوت بودن ما همه را تحت تأثیر قرار میداد. به نظرشان با آدم های پخته و اندیشمند سر و کار داشتند. جراحی پلاستیک در آن دوره پیشرفت کرده بود. چند بار از من دعوت شد پیوندهای پوستی و غزروفی جدیدی روی صورتم انجام دهند. گمان نمی کنم که ترس از دردهای ناشی از عملهای جدید یا بوی ناراحت کننده اتر مرا از انجام این پیوندها منصرف کرده باشد. این چهره از آن پس خواست خودم بود و نماینگر بخشی از ماجره های زندگی هم. فرانستر بیشتر از محل درآمد املاکش در بروتانی زندگیش را می گذارند. بقیه هزینه هایش را حقوقی که بابت معلول شدن میگرفت و ارسیهی که به او می رسید تأمین می کرد. اگرچه در آن دوره هیچ از تابلوهایی را که کشیده بود به من نشان نمیداد ولی میدانستم بیشتر وقتش را صرف این کار می کند. وقتی میپرسیدند سبکش چیست؟ تمسخر کنان جواب میداد اکسپرسیونیزم ناهنجار. مدتها بعد با دیدن تابلوی از نقاشی آلمانی به نام اوتودیکس کنه سربازی که تصویرهای وحشتناکی از چهرهای در هم شکسته بر پایه خاطراتش از جنگ کشیده بود، پی بردم منظور پرانستر از اکسپرسیونیزم ناهنجار چیست. ویل به کمک همسرش کار توسعه و تکمیل موتورهای هواپیما را ادامه میداد. مارگریت پس از ساعتهای کارش در وزارتخانه در بیمارستانی از بیمارهای روانی کسانی که طی جنگهای سنگری از ترس عقلشان را از دست داده بودند کار میکرد. حالا که نمیتوانست مورد توجه کسی واقع شود، زندگیش را وقف دیگران کرده بود ولی هیچگاه تصمیم آن زیاده روی های نو که بیشتر وقتا ناراحتم میکرد نشد کلمانس سرانجام با وکیلی ازدواج کرد و رفت توی کار سیاست آقای وکیل 20 سال از کلمانس مسنتر بود خبر ازدواجش بیشتر خوشنود کننده بود تا ناراحت کننده یک بار دیگر او را در سال 1928 اتفاقی در تظاهراتی دیدم که جنگ سابق آن را برگزار کرده بودند. در این تظاهرات شوهر کلمانس به عنوان سخنران نطق کوتاه و پرتمتراغی کرد. من و کلمانس نزدیک هم ایستاده بودیم. باران ریزی میبارید که به نظر می آمد روی موهایش می لغزد بیان که خیزشان کند. این آخرین گفت شنود من بود. چون از سکوت و بیخبری نه ساله من گره می کرد، توضیح دادم که پس از آخرین دیدارمان با همسر فعلی هم آشنا شدم و دیدار دوباره من صورت خوشی نداشت. پاسخش برای من زخم دومی بود که این بار به روحم آسیب رساند و کم و بیش به همان اندازه های جسمانی هم نابود کننده بود. گفت اگه همون موقع طبق قراری که گذاشته بودیم میومدین سراغم و دوستیمون رو ادامه میدادین. این آقای وکیل که الان داره سخنرانی میکنه جای شما نمی گرفت شاید منزوی بودن من و دوره آرامبخش آرام بخش با هم بودن من باعث شد چشم من نسبت به بعدها و نویرهایی که در دوران جنگ وجود داشت کور شود. باور نمیشد جنگ دیگری امکان پذیر باشد. من و رفقایم صدای چکمه ها را نشنیده می گرفتیم. وقتی دارا از مونیخ برگشت قضیه برای ما فیصله پیدا کرده بود. می گفتیم آلمانی ها هرگز جرأت حمله به ما را نخواهند داشت. حتی موقعی که به لهستان حمله کردند، ما همچنان یقین داشتیم بالاخره واقعی صلح را نجات خواهد داد. در این عقیده چنان سفت و سخت بودیم که در بهار 1940 همگی با خانواده رفتیم بروتانی پیش فرانستر. آلمانی ها در ماه مه وارد فرانسه شدند. ارتش انگلستان را به دریا ریختند و ارتش فرانسه را هم روی جاده ها پراکنده کردند. بعد که مارشال پتن قدرت را در دست گرفت، صلح برقرار شد. صلحی دلچسب برای کسانی که میخواستند باورش کنند، از جمله خود ما. هیچ دلیلی وجود نداشت که به نیت فاتح وردن شک کنیم. بعد پیرمرد شروع کرد به بیراه رفتن و تسلیم پس از شکست تبدیل شد به همکاری با دشمن. من و ویل پاییز برگشتیم پاریس و زنها و بچه همان را سپردیم دست پنانستر. توی قطاری که ما را برمیگردان پاریس در قیافه مسافرها ترس و بدگمانی را می خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که فرانسه گرفتار دو فاجعه بزرگ شده است. یکی شکست آوری که هرگز تصورش را نمیکردیم و دیگری مقدمات جنگی داخلی میان عروسک های شبازی ارتش اشغالگر و کسانی که هیچ وقت فداکاری های گذشته ما را از یاد نمی بردند. از ایستگاه که بیرون آمدیم حالم به هم خورد و برای اینکه نیفتم به بازوی ویل آویزان شدم. اولین باری که با آلمانی ها روبرو شدم روز امضای پیمان ورسای بود که برقراری صلح را برای همیشه تضمین می کرد. در بروتانی هم پس از این شکست هیچ سرباز آلمانی ندیدم ولی در پاریس فراوان بودند مترو خیلی شلوغ بود توی واگن ها جایی برای نشستن پیدا نمی شد میان سر و صدا و عرق همگی به هم چسبیده بودیم ناگان دو افسر جوان آلمانی که روی سندلی های تاشو توی رارو نشسته بودند از جا بلند شدند و جایشان را به ما تعارف کردند حتی یکی از آنها سلام نظامی هم داد. این ابراز فروتنی فاتحان جنگ خون را در رگهایم منجمد کرد و ویل را مجبور کردم ایستگاه بعدی پیاده شویم شروع کردم به جمع و جور کردن و سر و صورت دادن به کارهایم. بعد رفتم دفتر کارم تا برنامه های آینده را بررسی کنم. وقتی به من اطلاع دادند امکان دارد کارخانه و مهندسانش را آلمانی مصادره کنند، تصمیم گرفتم همه پسندازم را جمع کنم و برگردم پیش فرانستر و آنجا منتظر روزهای بهتری بمانم. تمام مدت که جنگ طول کشید، فرانستر ما را با محصولات املاکش که ماهرانه از چشم اشغالگرها پنهان نگه می داشت تغذیه میکرد. ویل اوائل زمستان 1941 آمد پی خانوادش و بعد برگشتن پاریس. برای اداره کار کوچکش که آن هم مصادره شده بود به کمک زنش نیاز داشت. مرتب برای من نامه مینوشت. نوشت. هم شبیه خودش بود. حالت بیطرفی زمان گذشته را که از گزند حوادث بر کنارش می داشت، حفظ کرده بود. ولی به هر حال نامهایش روز به روز برای ما نگران کننده تر می شد. خیلی طول کشید تا درباره آنچه خودش مسئله یهود می نامید صحبت کند. مثل روزنامه نگاری که فقط رؤوس مطالب را ذکر می کند درباره حوادث برای ما می نوشت. نمایشگاه ها، نوشته های روی موازه یهودی ها، و آزارها، دوختن ستاره زرد روی لباس ها، آخرین نامش در ماه می 1942 با این جمله ختم می شد. دوستان عزیز، میکوشم خودم را متقاعد کنم این حوادث مربوط به من و خانوادم نمی چگونه امکان دارد به مردی که به خاطر فرانسه اش را از دست داده یا به خانوادهش آسیبی برسانند؟ مارگریت پسرمویی داشت که در اداره مرکزی پلیس پاریس کار میکرد او به مارگریت خبر داد کارهایی در دست اقدام است مارگریت به ما که در بروتانی بودیم نامه نوشت و ما را از نگرانیهایش باخبر کرد یک روز صبح پرانستر زیر باران ریزی که میبارید وارد خانه کوچک ما شد و رفت توی اتاق نهارخوری نشست در همان حال که من داشتم قهوه را گرم میکردم گفت آدریان آماده شو که فردا با هم بریم پاریس باید قبل از اینکه دیر بشه کمک کنیم ویل و خانوادش فرار کنند باید اعتراف کنم وقتی پنانستر درباره اردوگاه های آلمانی حرف میزد به خودم میگفتم اغراق میکند پیش خود اردوگاهی برای زندانیان غیر نظامی مجسم میکردم نه بیشتر پرانستر پیشم اعتراف کرد با اداره اطلاعات انگلستان همکاری می و آنها وجود این اردوگاه ها و بخامت آن را تایید کردند دیگر واقعا وقت جر رو بحث کردن نبود عملیات برای روزهای اول ماه جوان تحریزی و اجرا شد خارج کردن ویل و خانوادهش از پاریس کار حساس و دشواری بود این کار به وسیله اتومبیل یکی از معموران پلیس بروتانی که رابط پرانستر در پاریس بود صورت گرفت. او ویل و همسر و دو فرزندش را با اتومبیلش به منتنون برد. از آنجا آنها را به غرب فرانسه بردیم. فرانستر آنها را در زیر زمین خانه قدیمی در حاشیه جنگل پنهان کرد. تا آزادسازی فرانسه دو سال در آنجا مخفیانه زندگی کردند. در این دو سال هر روز من و پرانستر سراغ ویل می و کارت بازی میکنیم ویل شوخی گنان گفت، پنج سال بیمارستان دو سالم اینجا میشه هفت سال زندان برای کسی که هیچ دلیلی نداره که به خاطرش خودشو سرزنش کنه کار کوچیکی نیست نه؟ یکی از صبحهای تابستان 1944 خدمتکار پیر پنانستر تنها کسی که از مخفیگاه خانواده ویل با خبر بود دریچه ای کف اتاق را که با یونجه پوشانده شده بود بلند کرد و با صدای یک نواخت بدون هیچ گونه ابراز هیجانی گفت خانم ها آقایون جنگ تموم شد و آلمانیها از خاک فرانسه رفتن بیرون ویل از جا برخاست و چنان به شدت شروع کرد به خندیدن که اشک از چشمهایش سرازیر شد بیان که قادر باشد کلمه به زبان بیاورد این حالت او چندین دقیقه طول کشید ما هم در این خنده ای او که نشان از پایان هفت سال انزوای خاص بود شریک شدیم. نمایش نامه عجیب فقط با دو سحنه. یکی سالن بیمارستانی ارتشی و دیگری زیرزمین یک انبار علوفه. فرانستر از پایان جنگ به بعد دوچار سرگیجه، حواسپرتی و فراموشی میشد می شد که نتیجه جراحت هایش بود. در بهار 1946، همراه با عده از اعضای نهزت مقاومت به ورکور رفت. جایی که آلمانی ها ای را به آتش کشیده و اهالی آن را در کلیسای جمع کرده و سوزانده بودند. یک شب پس از طرف شام، هتل کوچکی را که اعضای گروه در آن اقامت داشتند ترک کرد و رفت برای حزم غذا قدم بزند. فردا صبح هنوز برنگشته بود. نزدیک های غروب پایین پردگاه میان خار مردش را پیدا کردند. دستمالی در دست داشت که عروف اول اسمش گوشه آن دوخته شده بود. خونی که روی دستمال دیده میشد و زخمهای زانوانش نشان میداد در آن حالت حواس پرتی چند بار سقوط کرده تا سرانجام ته سیناب رو پرد شده است. در کلیسای سنلوی مراسم تشییع بسیار با شکوگی برایش برگزار کردیم. من کنار هم طرف راست تابوت رو به مهراب ایستاده بود مارگریت درمانده و ناتوان از اندوه در ردیف اول روی یک صندلی نشسته بود دوستان قدیمی یکی پس از دیگری سر می رسیدند. وقتی همگی نشستند گروهی مردان جوان را دیدیم که وارد سرسرای کلیسا شدند عدهای سر و صورتشان نوارپیچی شده بود عدهای هم زخمهاشان باز و بدون پانسمان بود. همگی جوان بودند و بیشترشان خلبان. با کمرویی وحشت زده از دیدن زخمی های قدیمی جلو می آمدند. نگاهشان مالامال از اندوه بود. خودم را به ویل فشردم و پرسیدم حالا باید کار کنی؟ ویل پیش از اینکه جواب بدهد مدتی طولانی ساکت ماند و بعد گفت باید شادی و نشاط رو به این جوون یاد بدیم